بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، یا اگر اوقات بدی داشتید تا کنون، تا الان، از این به بعد اوقات خوب و یا بهتری داشته باشید. اولا میشه امید داشته باشیم، میشه آرزو داشته باشیم. شما بگید که صدا و تصویر ما رو از کجا میبینید و چگونه است، و من اینجا برنامه رو شروع میکنم با این اوضاع و احوالاتی که قسمت چت یا گفت و شنود این صفحه یوتیوب رو هم باز میذارم که شما اگه خواستین چیزی بنویسید بتونید. این صفحه رو بزرگ میکنم تا من بخونم، چون روی فیسبوک فعلا مشکل داریم، نمیتونیم باشیم. تا شنیدم فیسبوک خیلی ها رو اذیت کرده و گویا خیلی ها هم رخنه نه چی میگن هک هم نه، خیلی ها تونستن یه کاری کنن که تا با یکی دشمن هستن، دشمن که چه عرض کنم، اینا دیوونه هستن که فکر میکنن اینو اون که باشون مخالفن دشمنشونن. دشمنی وجود نداره، اختلاف نظر وجود داره. مثلا من یه چیزی گذاشته بودم راجع به رضا پهلوی، طرف حتی آقای مانی خورسندی، واقعا من ناامیدم از افرادی مثل ایشون یا دیگران که ادعای فهم و شعور و هنرمندی و اینها میکنن. یه تلفن دیگه هم اینجا دارم، بذارید اینم من خاموش کنم. این تکس میزنه، اون تکس میزنه، پاور آف. من دو تا تلفن دارم، یکیش با سیستم گوگل هست، اندروید، و یکیش با سیستم آیفون. این تلفنه بود که خاموش شد. آیفون بعضی وقتا باید اینجوری باشه، چون یه چیزایی رو میخوام، رو این نیست، رو اون نیست. و مژده که ایدل دگر بار مسیحا میآید، مسیحا نفسی میآید. آیفون 15 در راه، بهش هم میگن التیمیت. بابا خاموشت کردم دیگه، اینقدر صدا نده. خب دکتر هولاکویی یه ویدیوی کوتاهی داره، میگه اگر شما به فکر این هستین که نوه هاتون، بچه هاتون، بعد از اینکه شما شدید 70-80 سالتون، اونها روزای تعطیل بیان بشینن کنارتون و با شما خوشو بش کنن، بیهوده نشستی. برو فکر نون کن که این آبه. بعد میگه که بهتر قدر همین همسر کوفتیتون رو بدونید. واقعا نصیحت خوبیه، حالا چه همسرتون کوفتی باشه چه نباشه، ما که از همسرمون خیلی راضی هستیم. 50 سال، نیم قرن من همسرمو میشناسم و 44 ساله که 45 ساله که ازدواج کردیم. در هر صورت میگه که قدر همین همسرتون رو بدونید، چند تا دوست خوبم برای خودتون نگه دارید که اخلاقشون، خلقیاتشون، مرامشون با شما نه خیلی همون the same باشه، یکی باشه، ولی بتونید همدیگر رو تحمل کنید. اینم از این. خب ببینیم که چه می شود. و اگر دوستی این به اصطلاح برنامه رو ببینه و برای دیگران هم ارسال کنه، ممنون میشم. و اما خیلی خوشحالم که چند، خیلی جالبه ها، خوشحالم که چند هفته برنامه نداشتم، چون در طی این 25 سال گذشته هر وقت ما آمدیم و یه حرفی زدیم گفت آقا این حرفا چیه، این دست انداز درست کردی. سلام، عرض ادب، سید افضل هاشمی عزیزم. هاشمی رو هم یه ای بعد از SH بذار که اینجوری نشه هاشمی. در صورت شاید دارم فامیلیتون هاشمیه. anyway ما وقتی انگلیسی اسمامونو می‌نویسیم خیلی عجیب غریب میشه. یه دوستی دارم شاهین اسمشه، همه بهش میگن شاهین. یه دوستی دارم شاهین اسمشه، مردم بهش میگن شاهین. من فکر کردم اگر آرو آی بزرگ بنویسید یا کپیتال A یا دو تا بنویسید، شاهین غلامرضایی این کار انجام داده، اون خوبه. خب دوست عزیز خیلی ممنون، ممنون هستی، چشم، من هستم اینجا، ولی همین ممنونم که با شما هستیم. و ببینیم که این شماره ها هم عوض میشه یا نه، اسم و ردیف و اینها. و یه دونه دیگه تنظیم بزنیم، حالا امیدواریم سبز نشه. نه خوب شد. خب بله، میگفتن آقا شما شدی دست انداز، میگفتیم دست انداز کی؟ کی چه کاری انجام داده؟ کجا جاده‌ای درست کردن که ما روش دست انداز شدیم؟ گفت آقا رضا پهلوی این همه زحمت میکشه. گفتیم کجا، ما که نزدیکشیم نمیبینیم.
شما که دوری لابد با دوربین نگاه میکنی یه جای دیگر رو میبینی اشتباهی، هیچ وقت با دوربین کار کردید اولش خیلی سخته که مثلا وقتی میخواین اینجا رو نگاه کنید دقیقا اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه میکنید یعنی خونه همسایه رو داره نگاه میکنید، در اصل فکر کنم این دوستانم با دوربین آقای رضا پهلوی رو دارن یه جای دیگه نگاه میکنن. ما گفتیم خب چند هفته ای نبودیم ببینیم اینا چه کار میکنن. دیروز یکی از دوستان، شاید دوست نداشته باشه که من فامیلش رو بگم، براتون بیارم نامه‌ای که برای من نوشته بخونم که این واقعا مکافاته. به انگلیسی هم نوشته، بذارید ببینم، بله ایران زن زندگی فلان نوشته که Good morning my friend، صبحت بخیر دوست من. I stopped going to demonstration after watching the people who are chanting for freedom. میگه من دیگه تظاهرات نمیرم، وقتی که اینایی که میمدن فریاد میزدن برای آزادی و دموکراسی، ولی خودشون are themselves the most undemocratic and dictators، ولی خودشون بیشترین کسانی هستن که دموکراسی رو نمیدونن چیه، دموکرات نیستن و خودشون دیکتاتور هستن. میگه I do not know if that's because of their ignorance or if they are working indirectly or directly for foreign government. میگه من نمیدونم این از سر بیشعوری و نفهمیشونه، کمدانیشونه، نادانیشونه، یا اینکه دارن کار میکنن حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم برای دولت‌های بیگانه. من فکر نمی کنم ما احتیاج به دولت بیگانه داشته باشیم. ما مثل اون خرچنگای هستیم. بازار ماهی فروشا وقتی میرید نگاه کنید، هر کدوم از اینا ماهی تو ظرف، اون تو اینه، ولی خرچنگا توی سبدی ریختنشون سر نداره. آدم اولی که نگاه میکنه میگه اینا که حالا همهشون در میرن از این ور اون ور، ولی هیچ جا نمیرن. تا یکیش میاد بالا، اون یکی میرسه بهش میکشتش میندازتش پایین، دوباره اون یکی دیگه میاد اینو میکشه و اینا تمام روز دارن همدیگر رو تو همون سبد میکشن میندازن پایین. ما ایرانی ها متاسفانه اینجوری هستیم. حالا شما میخوای خوشت بیاد، میخواد خوشت نیاد، میخواد از حرف من دلخور بشی، میخوای از حرف من یکم مغزت تلنگور بخوره، قلقلک بشی، بری ببینی چرا سربی اینجوری میگی، بری تحقیق کنی، بعد بیای نظرتو بگی. خب ببینیم این دوستمون چی میگه. خوشحالیم برنامه گذاشتیم، خیلی ممنون. اگه خوشحالید، اگه جایی هستید که میتونید حمایت کنید، شما هم حمایت کنید تا ما بگیم بابا این دوست ما حمایت کرده، اون یکی حمایت کرده، اون خانم عزیز 600 دلار حمایت کرده، خب ما هم مجبور میشیم بیایم برنامه بذاریم. ولی وقتی برنامه میذاشتیم میمدیم میگفتیم بابا اگه 10 نفر حتی 10 تا 10 دلار بفرستن که ما بگیم آدم دلش خوش باشه که میدونین نیومده حرف مفت بزنه، اونا هم که اونجا نشستن مفتخور نیستن. و در صورت دوستان دوره‌ای هست که حتی دیگه الان آزادی شما نگاه کنید شعارش میگه freedom is not free، آزادی مجانی نیست. این کلمه فری و اینها رو ما تو فارسی باید دو سه جور تعریف کنیم تا بشنونیم چی کنیم. freedom is not free، آزادی مجانی نیست. این از این. و اما این دوستمون میگه either way it had a bad smell for rot, of rotten fish. میگه در هر صورت این یک برداشت بد، یک بوی بد. آمریکایی‌ها وقتی میخوان یه چیزی بگن بده میگن بوی ماهی میده و فیشی، smell fishy، یه چیزی مشکوک باشه یا یه جای بد باشه، دوتاشو میگن smell fishy، یعنی بوی ماهی میده. در صورت این دوستون میگه در هر صورت این خوب نیست. There is a great similarity between and between the chanting and behavior of these current. بله میگه که درست یه شباهتی هست بین اینایی که این روزا این کارا رو میکنن و اونایی که قبل از انقلاب این کارو میکردن. حالا من باز یه دوستی دارم، همشهریمه، باز اسمشو نمیگم چون بعضی از دوستان بعد میگن آقا حالا ما یه چیز برای تو نوشتیم، یه چیزی خصوصی بهت گفتیم، چرا رفتی رو ایر گفتیم؟ گفتم بابا خیلی ناراحت نباش، طرف تو دوربین نگاه میکنه بگه من اینو به شما میگم بین خودمون باشه. بارها شنیدید مجریای تلویزیون مخصوصا ایرانی ها میگن که این بین خودمون باشه.
حالا بین خودشون، خب دوربین هم روشنه دیگه اونجا. این دوست منم از اونایی بود که هر روز که نه، خب هر هفته میگفت شما نمیای؟ گفتم نه عزیزم من نمیام. و حالا این دوست ما بعد از 5 ماه که هر روز شنبه هم دیگرانو به اصطلاح تشویق کرده، بهشون خبر داده بلانش بریم، احتمالا میرن رایدشون میدن، میبرن میارن فلان اینها، به این نتیجه رسیده که کار بیهوده انجام داده و حتی اختلافات بیشتر شده. شما چی فکر میکنید؟ بنویسید برای ما. ما شماره تلفن داریم، واتساپ داریم، ایمیل داریم، فیسبوک داریم که شما میتونید بنویسید، میتونید پیام بذارید. و باورتون نمیشه، من دیروز برای حدود 20 نفر از دوستانی که علاقه دارن در برنامه ها شرکت کنن، صحبت کنن، نوشتم و فرستادم که تلویزیون من و تو که شنیدم آقای دادرس هی بهش میگه من و اسرائیل، من و اسرائیل، آقای دادرس تلویزیون من و تو، خود آقای حسن اعتمادی در یه ویدیویی گفت که پنتاگون پولشو داده. حالا اگه اونم باز برای منحرف کردن مردم بوده من نمیدونم، ولی جالبه که آقای حسن اعتمادی ویدیویی گفت که پنتاگون پول این تلویزیون من و تو رو داده. البته میدونید اینا مثلا پول میدن میگن 3 سال 5 سال بعد میره. مثلا یادم دوره اون خانم کاندلیزا رایس 70 میلیون دلار قرار بود بدن که آقای ضیاء و دیگران بلند شدن اومدن. اتفاقا دیدم آقای ایمان فروتن دیروز اومده واشنگتن. این آقای ایمان فروتن با اون کلاگیس زیباش خیلی آدم جالبیه، هر جا که بوی پول میاد این فوری میره حضور پیدا میکنه که بلکه یه پولی بگیره. و جالبتر اینه که هر از مدتی توسط دوستانش سو میشه. مثلا این یه دفعه با هما احسان برنامه گذاشتودن، پول جمع کرده بودن، دعواشون شده بود، اینا همون احمق بازیایی که پول خوردتونه ندید به بانک، آخوندا با اینا ورشکست میکنن و ما میبینیم که این آخوندا پدرسوخته ها از سیستمای آمریکا و اروپا جلوترن. الان چندین سال اصلا پول رد و بدل نمیشه تو ایران، همه کارت به کارت فلان اینا. من اصلا سیستم اینا رو که میبینم تعجب میکنم. از پیتزا فروشی دم خونتون که میاد ماشین همراشه، اونجا اینترنت نیست الان. ولی چجوری تمام این دستگاه های کارت خان بهش میگن، یعنی کارت شما رو میخونه. بعد تو فیلم ها هم دیدید بعض وقتا میاد طرف چی میخره، میگه شماره رمز، اون هم از اونجا میگه 1 2 3 4، همه 1 2 3 4 هستن، همه هم بلند بلند به هم دیگه میگن، یعنی رمزی دیگه وجود نداره. در صورت آقای فروتن و دیگر احمقا برنامه های گذاشتن، اون بهبانی نادان که از هیچی نمیدونه رفته بود یه نفر آورده بود، اون میگه مهندس برق، بعد اون میگه وقتی ساعت 9 شب شد همه اتو و همه وسایل برق تون و چراغا رو اینا رو روشن کنید که ترانسفورمر آخوندا بسوزه. گفتم احمق جون، اولا اگه قرار باشه چیزی بسوزه، یکی دماغ شماست، یکی دیگه سیمای خونتونه، اول فیوز خونتونه، بعد ترانسفورمر سر کوچه‌تونه. شما دفعه دیگه رفتید نگاه کنید میبینید این ترانسفورمرها که اون وقتا رو هوا بود رو پایه بود، الان تو آمریکا همشون تو حیات و رو زمین و اینها هستن، دیگه ما نمیبینیم. 3 تا فیوز جلوش زیرش بود که بعض وقتا بچه‌ها شیطنت میکردن. مقره یه چیزای کاشی بود که واسه اینا رو با تفنگ ساچمه‌ای میزدن که قطع میشد و فلان. اینا هم اینجا بعضی وقتا گرم میکنه، تابستون که کولر روشن میکنن منفجر میشه، به قول ما شیرازی ها میپکه. صحبت از تفنگ و مقره و اینها شد، 2 تا احمق رو دیروز تو آمریکا گرفتن، یکیش داره میمیره، گفته من میخواستم قبل از مردنم یه کاری بکنم کارسون که اسمم بمونه تو تاریخ. میخواستن چند تا نیروگاه برق رو در همین منطقه بالتیمور اینا که 1 ساعت با ما راه داره فاصله داره از کار بندازن. ببینید ما با چه مردمی در دنیا سرکله داریم، سرکار میزنیم. و اما از اون طرف ماجراهایی که پیش میاد، زلزله خوی، زلزله ترکیه، زلزله سوریه، از اون ور عدم مدیریت. آخوندها میدونیم که اینها اصلا نمیتونن و چون به فکر مردم نیستن اون ناتوانیشون مضاعف شده. میدونید که تو انگلیسی وقتی میخوای بنویسی power اینجوری یه علامت مثل یه فلش می‌نویسی، مثلا stupid power 2، یعنی
حماقت به توان دو. تو ایران هیچی نمیگفتیم، فقط یه عدد دو اون بالا میذاشتیم، خودمون میفهمیدیم. در هر صورت من تعجبم از اوناییه که مثلا الان خوی، بهتون ویدیوها رو نشون میدم، الان خوی زلزله اومده، به جایی که مردم کمک کنن، حالا درست آخونده تازه جلو کمک مردم هم میگیرن، هی مردم وای میسن فوش میدن، اون یکی دیگه هم این فوشه رو برای اون یکی میفرسه، میگم آخه شما اینو برای من فرستادی، خب دل خودت خنک شد، منم برای یکی دیگه بفرستم دلم خنک بشه، تموم شد. پس کمک چی؟ دوستان من قبلا هم نشون دادم تو برنامه ها مؤسساتی هست، مثلا یکیش هست خیریه ایران یا خیریه ایرانیان، شمارش هم من براتون میخونم اگه خواستید چیز کنید. سلام، سلامت باشین خانم فاطمه نایبی ثقفی. شما از اون ثقفی های بهروز ثقفی و خانم لیلا مهین ثقفی و اینها دوستان خوب ما بودن که الان چند مدتی هست ازشون بیخبریم. البته با آقای بهروز ثقفی از طریق فیسبوک در تماس هستم، برای ایشون و خانوادهش سلامتی آرزو میکنم. این ببخشید، اجازه بدین من الان میام خدمتتون، فقط این اومده فکر کنم همون دوربینی که گفتم آورده، یه لحظه من برم و بیام. خب آمده. بله، این فدکس نوشته بود که ما امشب تا ساعت چیز میرسیم اینجا. من نمیدونم این تلویزیون مردم، بذارید ببینم. بله من برگشتم، شما هم صدا نده ببینم این. خب دوستان عزیز اگه لطف کنید برای دیگران هم بفرستید. من دیدم که یکی از دلایل اینکه ما نتونستیم مثل دیگران موفق باشیم در سیستمای جدید اینه که هی بهشون نق نمیزنیم سابسکرایب کنید، لایک کنید. الان شنیدم تازگی ها میگه حتی اون زیر یه چیزی بنویسید، الکی بنویسید هلو مردم تیوی، اینجوری شمرده میشه بعدن میاد. این آقای هست آرش که فکر میکردم شیرازیه، گفت نیستم، تو تلویزیون کانال یک کار میکنه، این کم کم داره از دست ایرانی ها دیوونه میشه. اون روز میگفت من گاهی وقتا انقدر افسرده میشم که از ایران در رفتم، ولی اینجا توی جامعه ایرانی ها هستم. و خلاصه آرش مشکات اگه اشتباه نکنم، دوربین جدید مبارک. نه اتفاقا اون دوربین، براتون داستان دوربین رو بگم. دوربین اوردر دادیم وقتی که این بانوی عزیز لطف کرد، و اولا دوربین ها خیلی ارزون شده دوستان، دوربینی که شما اون وقتا باید میخریدین 4000 دلار، الان زیر 500-600 دلار میتونید بخرید، از اونم بهتر، از اونم بالاتر. و سفارش دادیم و اینها، و گفت که امروز میاد، الان هم که باز زنگ زد گفتیم شاد اینه، ولی اینا فرستادن به آدرس 3 سال پیش من که یه جای دیگه بودم، همون خونه ای که این فخرآور، برید ببینید توی کانال یک چجوری دروغ میگه، میگه با دوست دخترش 1.5 ساعت سوار شده رفته تو جنگل. آقا خونه من تو فیرفکسه، خونه من تو تا گاورمنت بیلدینگ 3 دقیقه فاصله بود، خونه من همون قدیمی تا وایت هاوس 20 دقیقه، تا کاخ سفید 20 دقیقه، تا مجلس آمریکا 25 دقیقه بود. آخه پدر سوخته، دروغگو، حرامزاده، که من به این حرامزاده و چیز باور ندارم. در هر صورت نمیدونم، شما یه چیزی میگی من درد من تازه میشه. این دوست ما نوشته که بین اینها و اونها تشابه هست، بعد میگه
I need your help to correct this. من به کمک شما احتیاج دارم تا این نوشته هام رو تصحیح کنم. دوستان این کار بسیار خوبیه. وقتی یه چیزی می‌نویسین، از اول از همسرتون، از فامیلتون، چون اونها بی‌تعارف‌ترینی هستن که به شما حقیقت رو میگن. اگر غلط نوشته باشید، اگر بد نوشته باشید، اینها بهتون میگن. بعد با دوستان نزدیکتون، دوستان یکم رعایت میکنن، نمیخوان دلتو رو بشکنن و فلان اینا. ولی من وقتی یک کسی ازم میپرسه صادقانه بهش میگم که اینجوریه. شاید باورتون نشه، امروز زور قبل از اینکه برنامه شروع کنم، دو ساعت پیش رفته بودم منزل مادرم دیدن کنم. من سعی میکنم هفته یه بار حتما ببینمش. الان دیگه این تلفنای اسمارت هم وقتی بچه ها اینجا هستن یا چیز هستن تماس میگیریم میبینیم، ولی اون وقتا هم میگفتن بوسه که پیغام نمیشه، باید حتما ببینیش. در اصل مادر من چایی که آورد گفت که چایی چطوره امروز؟ گفتم چایی های هفته پیش و هفته پیش خیلی بهتر بود، دبش بود، اینجوری اینجوری. گفت خودم میدونستم، میخواستم نظر تو رو هم بفهمم. گویا چاییش رو مثلا عوض کرد و دیدیم میکس میکنن، میکس چایی قلمی با چایی احمد، چای احمد مثل که یه برند معروف شده و الی آخر. خب اینم از این. آقای سربی شما رو شناخت؟ من نمیدونم یعنی کی شما رو شناخت. خب دوستان سعی کنید جمله رو وقتی مینویسین قبل از اینکه اون سند رو بزنید خودتون بخونید و خودتون رو بذارید جای اون طرفی که میخواد اینو بخونه، ببینید حالا متوجه میشه که شما چی میگید یا نه. این ماجرای سند SEND اگه اشتباه نکنم سالها پیش یک فیلم هم راجع بهش ساختن، چون خیلی ها با عجله این دکمه رو میزدن و باعث چه مشکلاتی میشد. در اصل این دوست ما نوشته No to war، نه به جنگ میگیم نه. No مرگ سلوگن، به هیچ کسی نگیم مرگ بر این مرگ بر اون. No profanity سلوگن، به هیچ کسی فحاشی نکنیم. بگیم نه به اعدام. همه چیزایی که نوشته این خوبه و من به خاطر این هم این برنامه رو تقدیم اون میکنم و امام شدیم مثل اینایی هست یه گوشت نظری میکنن، میگه این برای حضرت عباس و برای حضرت فاطمه و حضرت علی و اینا، حالا از اون ور میگیم این برنامه تقدیم به اون دوستمون که بانویی که لطف کرده و دو بار تا حالا حمایت کرده، حمایت جانانه، و امیدواریم با دوستانشون هم صحبت کنه. اگه اونها هم برنامه ها رو دوست دارن اونها هم حمایت کنن. و ما هم شدیم همین، میگیم حالا هم تقدیم میکنیم به این دوستمون، ولی این دوستمون چون اینجا هست یه دونه هپی آور دوتا آبجوی هم میبریم. هپی آور یه چیز ساده یه، میری چیپس و سالسا بهت مجانی میدن، خودتم یه خوراک کوچولو اوردر میدی، دو سه تام آبجو میخوری، میشه 20 دلار. البته این روزا گرون شده، 30 دلار 40 دلار هم میرسه به هپی آور. خب دوستان نظر شما راجع به این 5 ماهی که گذشت، 5 ماهی که این جوانان با شور و هیجان ولی بی فکر و برنامه اومدن تو خیابون، همه هم هی گفتن 2 روز دیگه کار اینا تمومه، 2 روز دیگه کار، نه آقا رهبر نمیخوایم، اینا هر کدومشون یه رهبرن. گفتم والا آمریکایی‌ها میگن been there done that، هم اینجایی که شما هستید بودم، هم انجام دادم این اشتباه رو، میدونم. من قبل از انقلاب مأمور حکومت نظامی در نیروی ویژه یا کمیته مخصوص بین شهربانی شیراز و تیپ 55 هوابرد بودم، سرهنگ احمدی، یا اینم فامیلیش یادم رفت، اگه باشه میتونید سوال کنید. و اونا برنامه داشتن. الان یه چیزی بهتون نشون میدم، یه جایی یه ویدیویی گرفتن، بعد طرف میگه اینا خمینی رو مسخره میکنن که مقوا براش ساختن. به هر کدومشون هم میگیم آقا شما اگه میخوای انقلاب کن بیا ایران، میگه خب خمینی هم ایران نبود. گفتم نه خیر، خمینی 15 سال از 42 تا 57 رفت. برید ویدیوها رو الان مخصوصا ایام انقلاب هست نشون میدن که راجع به اسلحه چه چیزایی میگن، پول از نمیدونم قذافی گرفتن چی میگن، دوره های چریکی در فلسطین دیدن بودن چی میگن اینها. بعد با برنامه، بعد پایگاه داشتن. دوستان اگه گفتید پایگاه های اینا چی بود، پایگاه های اینها آخوندا بودن و مساجد.
آقای شاه اسلام پناه گویا در 37 سالی که حکومت کرده تعداد مساجد رو از 200 تا مسجد در ایران رسونده به 50,000 مسجد. فکر کنید، اون وقت میگن ایران خیلی پیشرفت کرد. یه برنامه دیگه ساختن درباره هویدا، 5 قسمت حتما نگاه کنید. این هویدا که این همه همش تعریف میکنن برای این بوده که یه دوستی داریم میگه ببو این که چی میگن هیچ پخی نبوده، هرچی اون میگفته میگفته بله، پولم که اون موقع زیاد شده بوده، نفت یه دفعه 4 برابر میشه، اینا میخورن و میبرن و خرج میکنن و خوش میشن. نمیفهمن تو اگر امروز حقوقت زیاد شد به بچت گفتی بابا جون من به جای 5,000 بهت 2 تومن روزانه میدم، وقتی که نفت قیمتش میاد پایین پسر تو دیگه انتظارش نمیاد پایین، پسر تو همون 5,000 رو اگه بندازی جلوش ناراضی میشه. یعنی شما نادانسته از روی حماقت حساب نکردن این پول رو بذاریم برای بعدن، این اونایی که کردیت کارت بهشون میدن تو آمریکا همون 2 ماه اول پدر کردیت کارت رو در میارن، پدر خودشون هم در میارن. شما اون کاری کردید. اینایی که هی میگن شاهنشاه ساخت و فلان اینا، برید ببینید اون آخرا طرف میاد 2-3 نفرشون بودن اینا وارد بودن، به هویدا میگن این راهی که ما داریم میریم این تورم و ما اومدیم بدون اینکه یه جایی رو شن بریزیم زیربندیش رو محکم کنیم آمدیم. مثلا شما فکر کنید پول زیاد دارید میان حیات خونتون رو چمن آسفالت میکنید. خب بله آسفالت کردیم ولی همون هفته اول خراب میشه و اینها، تازه پولی هم باید خرج کنیم ورش دارید. ایران بدون اینکه زیرسازی شده باشه آمدن مثلا رفتن پرش خریدن بنداز تو جاده کجا؟ آقا جاده بین شیراز و آقاجاری و آبادان و اینها که پدر بنده پدر آقای پتیک مجبور بود بره نفت بیاره برای مردم، میرسید به یه جایی بهش گفتن پل خیرآباد، این پله باید یکی از این ور میرفت یکی از اون ور میاد، بعد یه پلی بود فکر کنم مال شرکت نفت بود، یه پل آهنی باریکی، همه منتظر بودن که این کامیونی که میره بیفته پایین. آخه نکنید انصاف داشته باشید، حالا یه عکس شاه رو میندازید ببین چقدر خوشگل بوده. خب مردک هرچی پول دلش میخواسته میداده، لباس نمیدونم آرمانی کوفت زرمان میپوشیدن، مگه ما میخواستیم خوش؟ برید بخونید. حتی همین آقای محمد خان قاجار میگن خیلی آدم ساده ای بوده، اصلا فکر لباس و اینا نبوده. اون کریم خان، کریم خان زند، باز آدم ساده ای بوده. اینایی که هی لباسای شیک میکنن میخوان به شما، یعنی شما رو پوت داون کنن، به شما بگن ما بهتر از تو هستیم، ما بالاتر از تو هستیم. چه کار کردی مرده که 37 سال خودش 16 سال باباش گند زدن؟ با یه خانمی امروز کلکل میکردم، خانمه میگه که آره شماها که نمیدونم فلان، فوری هم میگن شپشو، میگم والا ما شپشو نبودید، شما لابد شپشو بودید، من نمیدونم شما کجا بودید که اینقدر شپشو بودید، من که مال شیرازم، بیان به من نشون بدید که کجا بوده شیراز، کجا شپش داشتیم که آقا رضا قلدر اومده شپشای ما رو کشته، شما یه مش شپشو بودید که بعدم با اون پول اونم خوب بود، اولش که رفت یه سری آدم فرهیخته رو آورد دور برای خودش، کارهای خوبی انجام داد. کار خوب انجام دادن وظیفه است. بعد اگه حقوق گرفتی کار انجام دادی وظیفت انجام دادی، اگر بدون حقوق کار انجام دادی خدمت کردی. ولی این مردک ورداش آقا تو همه ایران مال توه احمق، و بیای دهات و ماهات رو بکنی به اسم خودت. اون فاجعه کاتاستروفی میگن اینجا، اون فاجعه‌ای که رضا قلدر درست کرد و شاه آتیش زد به اون، بدتر و بدترش کرد، ماجرای اصلاحات ارضی، برید ببینید چه کار کرد. یک کشور یک کشور کشاورزی رو تبدیل کرد به یک کشور صنعتی مونتاژ، از اون ور نمیدونه خیام آهن پاره بزنن پیکان بدن مردم، موتورای کهنه هیلمن و فلان، از اون بر نمیدونم فلان شرکت چی کنه، بعد صنعت ذوب‌آهن. اصلا ما صنعت ذوب‌آهن لازم نداریم، صنعت ذوب‌آهن برای چی؟
صنعت ذوب‌آهن برای چی؟ بعدش هم این نیروگاه اتمی دوستان، اینو برید بخونید، تو رو خدا یکم تحقیق کنید، یکم بخونید، یکم تفحص میگن چی میگن، برید دنبالش، هی علکی به این اون فوش ندید. این نیروگاه اتمی رو از زمان شاه دنبالش بودن. بعد احمد رضا پهلوی میاد اینجا میشینه میگه در کشوری که ما اینقدر گاز داریم احتیاج نداریم. آخه تو گاز تو شکمت داری احتمالا، دیدید اون عکسو پاچاشو گرفته زنشو دخترش کردن بالا، گفتم اینم صنعت جدید پهلوی، از بالا و پایین ماشین گوسپرون درست کرده. خب بیان ببینیم چیه. دوستان اگر صحبتی دارید اینجا بنویسید، من اگه ببینم میخونم درباره اون صحبت میکنم. به قول معروف زتاروف کم کن و بر مبلغ ابزای. سلام علیک، خوبید، خوشید. یه چند روز پیش با یه خانمی از بجنورد در تماس بودم، ایشون مینویسه سلام، میره، 5 دقیقه دیگه میاد مینویسه خوبی. من براش نوشتم خب خانم، شما که دستی در مدیا، در رسانه، در نوشتن، در هنر دارید، فکر کنید من به خونه شما زنگ میزنم، شما گوشی رو که برمیداری من میگم سلام، قطع میکنم، دوباره زنگ میزنم میگم خوبی، قطع میکنم. آخه این چه افتضاحیه که ما انجام میدیم بدونی که فکر کنیم اون طرف مقابل چه فکری میکنه. ببخشید نمیخوام بگم، خب جونت بالا بیاد بنویس سلام خوبید، من این کارو دارم، سلام خوبید، میخواستم ببینم شما آدرس یه پیتزا فروشی بلدی. بابا این زبون برای انتقال چیزی که تو مغزمونه، چون نمیتونیم یه تیکه مغزمونه بکنیم بچسبونیم تو مغز شما، میایم از راه زبان این رو میگیم، فکری که تو مغزمونه، شما هم از راه گوش این رو میشنوی، پشتش هم اینه. چرا این گوش و دهن و چشم و اینا همش نزدیک مغزه که فوری برسه و فوری منتقل کنه، و نه اینکه فوری آشغال بنویسیم سلام خوبی، خوبی حالا. در صورت ز تعارف یا ز صحبت کم کن و بر مبلغ افزای. خب دوستان یه چیز دیگه که منو خیلی آزار میده ماجرای تغذیه مجانی در زمان شاه هست. من بهتون بارها گفتم، دوستان میدونه، حتی یه آقای بود به نام گلپا، اگه اشتباه نکنم اکبر گلپا که اون خواننده است، یه چیز دیگه گلپا، احتمالا مال گلپایگان اینا بود. بعد یه دفعه به ما گفت که آقا به خدا به ما دادن خوراک و به ما روزی 2 تا سیخ کباب. گفتم آخه قربونت برم به یه بچه‌ای 2 تا سیخ کباب بدن. یادتونه شما وقتی بچه بودیم، کوچیک بودیم، نیم پرس با بابامون مثلا میرفتیم رستوران، یه پرس خوراک، چرا پرس هم میگفتن نمیدونم، لازم پورشنه، کلمه پورشن اینا، یه دست برای خودشون، نیم دست یا نیم پرس برای ما میگرفتن. آخه تو مدرسه اگه بیان به شما 2 تا سیخ کباب بدن، بازم حماقته. شما بعدش ببخشید یا آروغ میزنی یا باد گرم میدی بیرون یا میخوابی. و مدرسه ما 2 شیفته نبود که صبح بریم دبیرستان، اینجوری بود، صبح میرفتیم، ظهر میمدیم، 2 ساعت، اون 2 ساعت هم نیم ساعت با برمیگشتیم پیاده، نیم ساعت گشنه و تشنه برمیگشتیم، چه افتضاحی بود. خلاصه مدرسه ها 1 شیفت بود، صبح ساعت 8 میرفتیم، 12 میرفتیم، از 1 اونا میمدن شیفت دوم، چون مدرسه ها کم بود، تعداد مدرسه در زمان شاه کم بود، تعداد دانشگاه در زمان شاه کم بود. احمقا اگه میبینید شاه و دیگران به فکر این افتادن که بفرسن دانشجوها رو خارج، و هویدای احمق میاد میگه دانشجویی که میره خارج بر نمیگرده، ما بهش احتیاج نداریم، نمیگه بابا یه جلسه بذارید ببینیم اینایی که اونجا موندن چرا موندن، ما اون امکانات رو براشون اینجا درست کنیم. من برای هویدای احترام خاصی قائل بودم. داداششون اینجا همسایه ما 2 تا خیابون اونورتر بود، من 2 بار با فریدون هویدا تلفنی صحبت کردم، حالش مساعد نبود که برنامه بذاریم، ولی آدم منطقی به نظر می رسید. این مردک امیرعباس امیرعبدالچی هویدا به نظر یه دیوانه مفتخوری بوده که همینجوری میگشته، بعدم میاد این جوونا رو بورس میدن میرن خارج، یه عده بر نمیگردن. این به جایی که بیاد بگه چرا بر نمیگردن، خب ما ببخش، بله
به جای اینکه ببینن چرا بر نمیگردن، اون مشکل رو از بر بین ببرن، میگه بر نگردید، ما به شما احتیاج نداریم، نمیدونم وطن پرست نیستید فلان. درست همین سیستمی که الان به یکی که حرف میزنی بهت میگه آدم فروش، وطن فروش، نمیدونم مزدور آخوند فلان. به همین خانم گفتم خانم شما داری مجانی برای آخوندها کار میکنی بدونی که بدونی هر کسی باهات مخالفه تو بهش میگی مزدور. نکنید این کارو. کسانی رو که آخوند آرزو داره ما 1000 دلار، 10000 دلار، 5000 دلار هرچی بده اینا مزدورش باشن، شماها مجانی میکنید مزدور آخوند. اقلا بذارید بهمون پول بدن در هر صورت. اینم از این. و اما تغذیه کودکان در زمان شاه، یکی از دوستان من نوشته بود حتما بعد از آخوندا هم بچه های این کره خرا میان هی میگن بابای ما به شما ساندیس مجانی داد، خورشت قیمه داد روز نمیدونم آشورا و تاسوعا. عجب ملت بیچاره هستیم. اون وقت اسیر شاه و هویدا بودیم، حالا اسیر خامنه ای و رئیسی. این رئیسی دوستان یک آدم از اون حزب اللهی های دو آتش است. اگه حرفا و مصاحبه های قبلشو برید پیدا کنید میبینید، نگاه قیافه اینجوریش نکنید. حالا تا دیدن شد زن زندگی آزادی، زن خودش رو راه انداخته جلو. اون زنی کم انگلیسی که بلد نیست تو سرش بخوره، این روزا لازم نیست تو انگلیسی بدونی، بیا قشنگ وایسا فارسی صحبت کن، همه میتونن ترجمهش کنن، همه میتونن زیرنویس بذارن و الی آخر. اینا دوستان به این سادگی نمیرن. اینا خودشون بارها گفتن اگرم قرار شد بریم ما اون پل آتیش میزنیم، اون خونه رو خراب میکنیم، نمیذاریم شما ما رو بکنی بیرون بیای فرد شب توش زندگی کنید. اینم از این. حالا هر کی میخواد صحبت کنه زنگ بزنه برنامه بگیره. یه دوستی دارم به نام آقای علی دالاس، گفته من مایلم با شما صحبت کنم، به زودی میام با صورت و صدا. گفتیم خدا رو شکر بالاخره بعد از این همه مدت یاد گرفتیم که بابا این مخفی بودن برای چی. بعد گفتم من خوشحال میشم با شما صحبت کنم، بینندگان نظر بدن، ولی لطف کنید بگید که برنامه هزینهشو کی میده. میدونید شما وقتی میخوای به یه نفر بگی آقا بیا اینجا نمیدونم، خب باید من مثلا میگم ساعت 150 دلار، شما میگی نه من 2 ساعت میخوام 200 دلار، به هم به توافق میرسیم، میای میشینی صحبت میکنیم، بعدم اون برنامه مال شماست چون شما هزینه‌شو دادی، شما تهیه کنندش هستید. برید یاد بگیرید. مصاحبه بهروز بسوقی رو ببینید، فکر کنم الان تو 80 سالگی شاید هم بیشتر، راجع به مسعود کیمیایی و تهیه کننده های دیگه و نمیدونم پولا چجوری تقسیم میشد و چه کلاهای سر هم میذاشتن تو فیلم ساختن و اینا. از اون بر عزت الله انتظامی که مرد، برید ببینید با اون آقای داریوش مهرجویی کیه، چجوری میخریدن سهم هم دیگر و کلا سر هم میذاشتن، پول نمیدادن. یک سینمای کثافتی داشتیم، حالا یه سینمای کثافت تر از اون، و چقدرم اینا همشون افتخار میکنن به ما منت میذارن که انگار مثلا از دماغ فیل افتادن، یا اینکه وقتا تو شیراز میگفتن انگار از کون فیل افتاده، یا اینکه آسمون دهن باز کرده اینا افتادن پایین. بابا شما هنرپیشای زن که همشون تو دو سری دو سیستم خودشون گفتن باید خراب میبودن، اگه خرابم نبودن اونا تا خرابشون نمیکردن جلو صحنه نمیبردن. تو این آخونده هم که بارها اومدن و گفتن و دیگه خودشون هم الان اومدن یکی یکی پته هم دیگه. این هنرپیشای زن، هنرپیشای مرد هم اون نمیدونم گندلات فلان میره فیلم گشت ارشاد بسیجی درست میکنه که اینو جا بندازه، با پول اون زنش و بچهش رو میفرسه خارج، 9 سال گرین کارت و اینا داره، بعد خودش میگه من مایی 10000 دلار والا من و دوتا برادرم فکر نمیکنم با این همه بچه و نمیدونم اینها مایی 10000 دلار خرجمون باشه. چرا اگه بخوای مورگج حساب کنی یا ماشین و اینا رو، ولی 10000 دلار خودت تو ایران داری مردم حالا دیگه اومده اینجا، خیلی اوضاع خرابه، هر جاش دست میزنیم خرابه. و اما راجع به این دوستمون آقای علی دالاس، دالاس 2 رقم می‌نویسن، اگه نوشتی D U L L E S میشه این برادران دالاس که فرودگاه اینجا هم به اسم اونا هست، با اون دالاس تگزاس اشتباه نکنید، یکی اسم شهره یکیش فامیل. در صورت من بارها درباره اینایی که مخفیانه یه سایتی رو راه میندازن
و شما هم میرید به به و چه چه اینا رو به اوج میرسونید. هشدار دادم. یکیش وبسایت کوچه است. من مدت ها فکر میکردم این خانم دختر آقای کیانوش توکلیه. چند مدت پیش گفتم که شما با دخترت برنامه میذاشی تلویزیون، الان او گفت آقا خیلی هم فکر میکنن کوچه مال اونه، مال اون نیست. دوستان سایت کوچه رو با رادیو کوچه اشتباه نگیرید. رادیو کوچه اردوان روزبه و دیگه دوست دیگرسون، من خیلی هم گوش نمیدم، نمیدونم کجا هست اصلا، گاهی وقت اگه بتونم پیداش کنم. ولی اون سایت کوچه دیدید چقدر فعال شده بود تو این 50 روز، چقدر 5 ماهی که گذشت، روزی 4 تا 5 تا ویدیو، و هیچ ویدیویش نه خودش میمد جلو نه چیزی، از بریده های ویدیو های دیگه استفاده میکنم. من مونده بودم چجوری یوتیوب به این اجازه میده این همه ویدیو های دیگران بذاره. اون بنده خدا شاهین غلامرضایی دوست ما میگه من سال 2018 یه ویدیویی گذاشتم، بعد چندین بار بعد از اون ویدیو گذاشتم، حالا یقه منو گرفته برای 2018. براش فرستادم گفتم اصلا ناراحت نباش، بیا نگاه کن، مال من 2013، مال من 2011، 2007، 2009 میفرسن. من نمیدونم اینا سیستمشون گوسپیت شده. دوستان سایت کوچه شما برید بزنید اینجایی که می‌نویسن about، یعنی درباره، باید درباره خودشون بنویسن، حتی اگه جلو دوربین نمیاد باید اسم فامیلیشو بنویسه، یه شناسایی بده. برید مردم‌ریپورت.net رو ببینید. من چه احمقی بودم که میدون دادم به اون آقای کاوه، هر کی یه مدتی آمد. همین دوستم آقای پرویز کاردان، شما میدونید من رابطم با پرویز کاردان از موقعی بوده که من دانشجو بودم قبل از انقلاب، توی سالهای 53-54 برای دایی پرویز کاردان آقای حاجی تسلیم نمایندگی پیکان یا ایران ناسیونال شیراز که تو خیابون پیرنیا بود بین فلکه ولیعهد و اون یه پل جدید زده بودن میرفت برای سعدی، من برای ایشون ماشین می آوردم و من انقدر مرتب بودم که یه آقایی بود معتادم بود اون بنده خدا، اون یه پولی اضافتر به من میداد که من به اصطلاح مثل رئیس کاروان باشم. 10-15 نفر دیگر رو برمی داشتیم با اتوبوس لوانتور میمدیم، جالب بود. اتوبوس لوانتور هم میگفت دیگه شما که بلدین هر کسی بغل یه شیشه بشینه که از بیرون مردم فکر کنه این اتوبوس داره پر میره، همه چی ما تظاهر. آقا تو الان داری میری سر پیچ اونوری همه خوابن، ولشون کن. البته خب برای ما بهتر بود، هر کسی دو تا صندلی میگرفت میشست، ولی میگفت بشینید بغل شیشه که اینای دیگه قج قج قصه بشن. میرفتیم تهرون، تهرون هم آقای پرویز کاردان ماشینا رو سهمیه شیراز و داییش گرفته بود می آورد، نمیدونم حالا چه کسایی رو استفاده میکرد، می آورد میذاشت توی گاراژای بود نزدیک میدون شهیاد، ما میرفتیم از اونجا برمی داشتیم، صبحونه رو میخوردیم و میومدیم، مثل عجل رانندگی میکردیم. چند روز پیش به پتی گفتم من 1000 کیلومتر رو با اون جاده های ایران توی 8 ساعت یا 9 ساعت ماکسیموم میمدم، و چون جوان بودم یه بار وای میسادم از اونجا که میمدم مثلا نزدیکای اصفهان و اینا وای میسادم، یه بنزین، چون 400 کیلومتر که بری تانکت خالی میشه، تانک بنزینت، یه بنزین میزدم و یه دستشویی و دوباره راه میافتادم میمدم. ولی الان از اینجا میخوایم بریم یه جایی 2 ساعته، اول میام رو نقشه نگاه میکنیم کجا دستشوییه، کجا میشه وایسیم قهوه بخوریم و الی آخر. اب نداره دیگه، اینم یه قسمتی از عمره، یه قسمتی از زندگی. سایت کوچه رو همشون هم مینیسن ما رو هک کردن. نه خیر، شما رو هک نکردن، چون شما خیلی بالا و پایین رفتی، خیلی وسط بازی کردی، یه روز پرو بودی یه روز کان بودی، به این فکر رسیدی که ویدیوها رو ورداری، غافل از این که خیلی ها این ویدیوها رو سیف کردن به روز چیز میارن نشونت میدن که آقا تو خانم تو اینجا اینو گفتی اونو گفتی. خلاصه این خانم ادعا میکنه که هک شده، تمام ویدیوهاش پاک شده، و خیلی جالبه همشون اگه شما پول بدید حمایت کنید مشکلشون حل میشه. خانم اگه یک کس شما رو میاد هک میکنه چجوری شما دوباره تو همون صفحه میتونی بیای ویدیو بذاری؟ خب میره پسوردش عوض کن تو دیگه نمیتونی بیای. حالا گیرم رفتی و با گوگل تماس گرفتی، یوتیوب تماس گرفتی، اومدی. حالا پول بده طرف چه کمکی برای شما میشه؟ یه قفل بزرگتر میزنی روش؟
عجب پدر سوختایی هستن. ولی یه نفر مثل من میاد اینجا میشینه به این نتیجه میرسه تا پدر سوخته نباشی نمیتونی پول بسازی، تا پدر سوخته نباشی نمیتونی دوام بیاری، تا پدر سوخته نباشی نمیتونی داخل اونای دیگه که دارن داد و فریاد میزنن تو صدا تو بلند کنی. چه باید کرد؟ نمیدونم. حمایت کنید تا ما هم بتونیم اوضاع بهتری داشته باشیم. این دوستانی که اینجا هستید لطف کنید همین الان این لینک رو، من این لینک رو میذارم اینجا توی یوتیوب این پایین، شما اینو برای دوستانتون بفرستید، این لینک برنامه زنده است. ببینید بعد که من این برنامه رو میذارم روی یوتیوب، لینکش رو میذارم روی لینکدین، توییتر بالاترین، اونجا هم همین لطف کنید تا چند روز دیگه به خیر بگذره. اینم تقصیر خانم بهیه جیلانی. خانم بهیه جیلانی یه بچه پولداریه که هرچی هم هی دوستان به من میگفتن آقا به این خانم اینقدر اعتبار و کردیت نده، این اصلا روانی دیوونه است، اینجوری میکنه اونجوری میکنه فلان، گفتیم بابا دلش میخواد تو فرانسه است، به من چه، هر کاری میخواد بکنه، کنترل که نداره به ما چه. بعد گفتن نه آقا اصلا این اینجوری اونجوری. چند روز پیش نقل یه چیزی بوده میگه شما که بایدن رای دادی. میگم اولا من به بایدن رای ندادم، دوم من گیرم که رای داده باشم. شما از فرانسه تو آمریکا میخوای یقه منو بگیری که به کی رای دادم؟ و شما دنبال آزادی هستید، خجالت بکشید خانم جیلانی. دوستان برای اینا بنویسید، خجالت بکشید واقعا. شمایی که میری قمار میکنی تو شهرهای مختلف، افتخارت اینه که هر جایی که قمارخونه هست رفتی و فلان، بعد افتخار دیگه اینه که میری بغل دست فرح دودکش وای میسی عکس میگیری، فرحی که این آخوندار و دوستان فرح هرزه کمونیست و شاه اسلام پناه آوردن تو ایران، بهشون بال و پر دادن، حالا فرح طلبکارم شده. فرح هنوز دنبال جواهرهاییه که وقتی داشته اسباب کش میکرده از دستش افتاده تو اونجا مونده، در صورت که برید آقای آذربرزین هست، تیمسار آذربرزین، ببینید چی میگه، که حتی اون تیمسار دیگه میگه وقتی چی شد گفت بهش گفتم خب شما مریض هستی برو، یعنی شاه دروغ گفت مریض هستم، البته شاه مریض بوده مثل که سرطان نمیدونم چی داشته یا ایدز داشته نمیدونم، چون یک کمی اخلاقش بد بوده. اینایی که میگن شاه چند نسل از ما جلوتر بود درست میگن، واقعا از لحاظ همجنسگرایی و اینها از ما جلوتر بود، کی جرأت میکرد سال 1000 و نمیدونم 1900 و مثلا 20 و فلان اینا وردار شوهرشو از سوئیس بیاره ایران با خودش، ارنست پرون. بعد برید داستان ارنست پرون رو بخونید، بعد ارنست پرون وقتی که آمریکا به شاه میگه بابا اینو بکن بیرون، از چیز میکنه بیرون، ارنست پرون میره با خواهر شاه با شمس زندگی میکنه، شمسی که کاتولیک شده مسیحی شده تو خونش کلیسا درست کرده، هیچ مهم نیست هر کاری میخواد بخونه بکنه، ولی تظاهر نکنید اینقدر اسلام اسلام نکنید. برید این فیلم های خانواده اینا مستنداشو نگاه کنید ببینید چه کثافتایی بودن. بعد ببینید چند تا بچه داشته این رضا شاه، چند تا زن گرفته. اون وقت مثلا چی لقب شاه پوری رو شاه از برادر خودش میگیره، نمیدونم احمد رضا بوده کی بوده، که اونم اصلا میره فامیلش عوض میکنه. یک خانواده کثافتی، گدا گشنه، طرف میگه آقا آقای رضا پهلوی انقدر پول داره که کمک کنه کارگرها اعتصاب کنه. گفتم آقا این حرف مزخرف چیه، این مادر بزرگشون تو نیویورک افتاده بود کنار خیابون جنازش، تا آخر شهرداری برش داشت، چی دارید میگید، چرا به خودتون گول میزنید، فریب میدید. براتون گذاشتم برم صفحه چیزو نشون بدم، سایت کوچرم گفتم، تلویزیون من و تو اون سریال هویدا رو که ساخته، تلویزیون من و تو مجبور شده الان خیلی دست و پا بزنه چون رقیب گردن کلوفتی پیدا کرده، بی بی سی که اون پایین مثل مثلا یه ولت 6 ولت مستقیم، این ولتای دینام دوچرخا بود، همینجوری صاف داره میره برنامه‌هاش، هم من نمیدونم اصلا بیننده داره یا نه. اینترنشنال یه دفعه آمد دروغ و راست و این خانم سیما ثابت و اون نمیدونم فلان اینا، همشون هم که میان
زمستونه ولی نصف لخت میان، همشون که میان دوربینه رو میچرخونن که حتما از باسنش نشون بدن، از سینهش نشون بدن و اینها، و بدبختم ایرانی ها نشستن اونجا. اون اخوند احمق 3 تا روسری و 2 تا چادر کرده سر مجری های برنامه. خب معلومه بیشعور اخوند که این میاد این تصویره رو نگاه میکنه، حتی اگه خانمش هم بگه کانال عوض کن، میگه نه ببین داره راجع به چی صحبت میکنه، خبر دروغ میگه، داره سینه و باسن نگاه میکنه. بماند تلویزیون من و تو مجبور شده بره روی مستندسازی. خب کارشون بد نیست، ولی توی مستندم اینایی که اونجا هستن معمولا قشر مرفعی هستن که پدرانشون مادرانشون همشون به دروغ بهشون گفتن دوره شاه گل و بلبل بود، گل و بلبل بود، ما میخوردیم و میبردیم و میدزدیدیم و هر سال هم میرفتیم اروپا یه دوتا ماشین هم میبردیم میفروختیم و یه دوتا زمین از این و اون میگرفتیم و الاخر. نمیگن که سال 5-6-7 سال چرا شاه بیاد تو دنیا اعلام کنه ما احتیاج داریم 2500 تا مدرسه بسازیم. خب احمق پول جشن 2500 ساله رو بده مدرسه بساز. اون وقت میگن شاه دانشجوان رو میفرستاد خارج. ای خاک بر سرتون، اولین سوال توی مغز پوسیدت این باید باشه که چرا میفرستاد خارج؟ برای که دانشگاه نداشتیم، برای که دانشگاه نداشتیم، دانشگاه بساز. چجوری این آخوندها مثل مور و ملخ دانشگاه آزاد ساختن؟ هم خودشون پول میبرن، هم این جوانای عقده‌ای که دنبال لیسانس و فوق لیسانسن یکی یه کاغذ میده دستشون، دانشگاه آزاد این، دانشگاه آزاد اون، دانشگاه آزاد اون. اصلا دانشگاه آزاد یعنی چی؟ مگه اون دانشگاه زندانیه که این یکی آزاده؟ دانشگاه خصوصیه. بعد حالا دانشگاه خصوصی یعنی چی؟ آقا تا دیپلم رو بذار همه مجانی برن درس بخونن، خیلی هم کار خوبیه، ولی کسی که میخواد بره دانشگاه بذار خودش کار کنه، حقوق در بیاره، یا پدر مادرش اگه میخوان بره به قول معروف میگن تحصیلات عالیه. ما تنها مردم جهان هستیم که میگیم فارغ التحصیل شدیم. فارغ التحصیل یعنی چی؟ حالا میگیم دیگه چیکارش میکنیم. خب حتما شما هم ویدیوی خامنه ای رو در میان دختر بچه ها دیدید که یه مدت پیش اون آهنگ فرمانده بود که همه از بس عصبانی میشیم و فوش میدیم فکر نمیکنیم این آهنگ رو برای چی ساختن. این آهنگ دوستان، اون فرمانده منظور حضرت مهدی امام زمانه. بعد این احمقی که این آهنگ رو ساخته و میخونه سلام میکنه به حضرت مهدی، بعد به اون میگه خامنه ای نسل 90 رو آماده کرده که بیان اونا هم یه مشت احمقی بشن مثل اونای دیگه. این سلام فرمانده برای خامنه ای نبود. حالا اینقدر تبلیغ کردن، یه کسی اگه تو تلویزیون اینو به شما گفت نمیگن بهتون. ما هم که میگیم کسی حمایت نمیکنه. حمایت یادتون نره، تماس بگیرید با همین شماره تلفنی که اینجا هست. شما میتونید از طریق خواستم میگم ویز نقشه هست، از طریق خیلی برنامه هست این روزا، کش اوت، نمیدونم ونمو، نمیدونم پیپل، فلان. اون کسی که بخواد کمک کنه کمک میکنه، یا خیلی قشنگ مثل این خانم تماس میگیره، آدرس میگیره، پست میکنه، نامه میاد، یا با حساب بانکی. در اصل ممنون و متشکرم از یکایک شما دوستان. این ماجرای خامنه ای در میان دختر بچه ها و از این طرف این عکس رو اجازه بدید که من این رو باز کنم ببینم چه خبر هست. خیلی دوست دارم ببینم، اما متاسفانه فیلتر شکن خوب کار نمی کنه. این دوست ما از ایران نوشته فیلتر شکن. شما شنیدید که این ماجرای سیانت، اینترنت سیانتی گویا تصویب شد و اینقدر دروغ میگن دیگه آدم نمیدونه کدومش راسته کدومش دروغه. در صورت باز دیروز شنیدم که این سیانت اینترنتی تصویب شد، حالا ببینیم چه خواهد شد. یه لحظه ببخشید. بله، یک بانوی روی
LinkedIn آهنگ ویتنی هیوستون رو گذاشته، بعد باهاش میگن لب میزنه. همین که خوشحال باشید کافیه، خوشحال باشید. خب خیلی ممنون. خب بیام اینجا ببینیم که چی میخواستیم بگیم. عکس دیکتاتورا رو میخوام بهتون نشون بدم. کجا گذاشتم عکس این دیکتاتورها را؟ لایو ویدیو دیکتاتورز. کم کم دیگه من عاجز شدم از دست این. لایو تو این یکی ممکنه باشه. دی 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 دی. بله بذارید نگاه کنید من این عکس رو به شما نشون بدم. دیکتاتورز اینجا بذارم select area از اینجا تا به اینجا. خب بیام رو کامرای دو. میبینید دوستان نگاه کنید اشکال ما اینه، هیتلر رو نشون میده، بچه های کوچیک رو نوازش میکنه، باز هیتلر رو نشون میده، اون دختره رو داره نمیبوسه، باز اینجا پایین تر هیتلر رو نشون میده که همه براش علامت هایل هیتلر یا همون زنده باد یا جاوید هیتلر دارن میگن. اینجا خامنه ای رو نشون میده، اینو براتون بزرگتر کنم، که نشسته در کنار این دختران کوچولو که این بیچاره ها هم ذوقی میکنن که بیا و ببین. من فکر کنم با شاهین بود داشتم صحبت میکردم، گفتم آقای شاهین خان ببین شما یادت باشه این بچه هایی که اومدن تو اون جماران برای این الان دارن سرود میخونن، اینا هفته ها ماه ها رفتن تمرین، لباس های یه شکل، این چادرای زشت یه شکل شدن مثل خفاش که میپرن دستاشون اینجوری و اینا، اینا رو پدر مادرهاشون میبرن پول میدن میان. بعد یکم فکر کنید اونایی که همسن من هستین، چهارم آبان یادتونه؟ من خودم یادم، داداش بزرگ من جزء پیرامیدای شیراز بود، پیرامیدال چری بهش گفتن، نمیدونم از اینایی که میرن نمایش میدن با عکس فلان و اینا جاوید شاه و خدا شاه میهن و اینا درست میکنن که آقای نمیدونم شاه در تهران شده چند ساله. این بیچاره ها گشنه و تشنه چند ماه باید تمرین میکردن تا بتونن منظم. و مثلا آقای علی سرشار، خانم زنش سودابه چمنارا، اینا افتخارشون این بود که اینا موتور سوار بودن در جشن چهارم آبان، این کوله اون میشد اون میرفت رو سرشونه اون. آقا این حرفا رو بریزید دور. ترامپ احمق میخواست آمریکا رو اینجوری کنه. چرا آمریکا از این چیزا نداره؟ آمریکا داره ها، میذارن پرید میسیس، میذاره پرید گلفروشایی نمیدونم کالیفرنیا خصوصی میان خرج کنن، یه پولی هم به شهر میدن، نه از بودجه من و تو، نه از گوش گلوی من و تو میگیرن میدن اونجا که شاه شده 40 سالش حالا میخواد بره یه دختر 20 ساله بگیره. یه آخوند 40 ساله اگه یه دختر 20 ساله بگیره فوشش میدیم. اینجا خیلی از ایرانیا تا زنشون رو طلاق میدادن میرفتن ایران یه زنی میبردن، دیگران مسخرهشون میکردن، میگفتن طرف رفته زن گرفته آورده برای دوستاش، برای که سعی میکرد سنش کم باشه. حالا آقای شاه بعد 3 تا زن رسمی تازه رفته فره رو گرفته 20 ساله، که البته درباره فره شایعاتی هست که این چون ممنوع خروج بوده آقای اردشیر زاهدی خروجش رو باز کرده، بعد دیگه دیده حالا دردسر داره، موقع دختر شاه زنش بود میاد میندازش تو خیگ شاه، شاه احمقم برای که روپوش بذاره که نمیدونم هم جنسگرا نیست با ارنست پرون اینا، ولی برید ثریا نگاه کنید میگه تنها کسی که میمد تو اتاق خواب ما ارنست پرون بود. آخه ارنست پرون بچه یه باغبون سوئیسی تو اتاق خواب شاه چه کار میکنه؟ ولی هیچ کسی جرئت نمیکرد حرف بزنه. اونایی هم که حرف میزدن نمیدونم چی بگید، من میدونم مصدق و نمیدونم داور و تیمورتاش و فلان اینا، هر کدومشون از این ور از اون سرشون میکردن زیر آب. آخه این وقت شما به این افتخار میکنی؟ همین عکس‌ها رو بیارید بذارید که شاه که میمد تو شیراز ما رو گشنه و تشنه میبردن نگه میداشتن 2 ساعت 3 ساعت هر ماش خیابونو میبستن، اصلی ترین خیابون شیراز اون موقع زن بود،
خیابونو میبستن، مکافات برای مردم بدبختی کاسبیشون درست کردن. بعد هر ماشینی از دور میمد این پلیس چراغ روشن میگن، همه کف میزدیم فکر کردیم شاه اومد. حالا البته واقعا اون موقع خوشحال میشدیم که این مردک اومده نشسته تو ماشین میاد میره، یه سری هم خوشحال میشدیم که حالا دیگه این میره، ما میریم به خونمون، به سینما، به هر جا میخوایم میرسیم. چرا اینا رو نمیگید؟ چرا نمیگید شاه هم درست مثل هیتلر اومد ایران یک حزبی کرد؟ شاهی که خودش در کتاب خودش نوشته که اینایی که تک حزبی میکنن مملکت رو، نشون میدن که مملکت داره میره به طرف دیکتاتورشیپی. خب بیایم یه چند تا عکس و اینا رو به شما نشون بدیم ببینیم چی داریم اینجا. بله این شعر خیام است: از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جلال و جاهش نفزود، و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود، که این آمدن و رفتنم از بحر چه بود. این دست خورده، این شعرها رو بهتون گفتم هر کسی میبینید یه دست بهش میزه. مثلا من شنیده بودم جاه و جلالش نفزود، این نشته جلال و جاهش نفزود، اینجا کین آمدن و رفتنم از بحر چه بود. بالاخره اب نداره، شعرهای حافظ هم میگن خیلی دست خورده تونستم پیدا کنه. خب حتما شنیدی من تو برنامه های گذاشتم گفتم که انقلابیون سال 57 از طریق شبنامه ها، اون موقع فیسبوک و توییتر و اینها که نبود، از طریق شبنامه ها. حالا ببینید شبنامه درست کردن، به جایی که بیاد برنامه بنویسه و فلان و اینها، خب یه مش فوش به این و اون. و شبنامه یک شنبه 9 بهمن، 7-8 روز پیش، روز 136 قیام، هزینه های سوراخ موش. ببینید نمیاد بگه کجا بیان. حالا اگه یادتون باشه من باز چندین برنامه گفتم آقا باید رهبر باشه که بگه فلان روز همه تون بیان یه جا. خب بالاخره آقا رهبر، آقای وکیل و رعایا اومد. به به، آمد چه آمدنی، چه خاک بر سرت. بعد 44 سال آقا گفته رضا پهلوی روز 22 بهمن بیاین خارج، این روز مبارک و فلان. اصلا این دیوانه است. این من فکر میکردم من به این گفتم کودک سفید مو، ولی شنیدم آقای فرامرز دادرس گفت من گفتم. حالا اب نداره، جایزه ای که در کار نیست، چه ایشون گفته باشه چه من، این واقعا یه کودک سفید موه، کودکی که هنوز ازش میپرسن چی کار میکنی، میگه خب من داشتم تلاش میکردم، خرجیشو مادرش میده. دروغ میگه، 62 میلیون دلار خودش تو برنامه اون کامبیز حسینی گفته. بعد بارها من ازش سوال کردم تا بالاخره مقر اومد. تازه آقای احمد علی مسعود انصاری میگه بازم دروغ میگه، میگه اینا پولای زیادی رو اینور اونور به صورت تراست نگه داشتن که اون بانک ها هم ممکنه آخرش این پولا رو بکشن بالا و یک آب سردم روش بنوشن. و اما این شبنامه رو من فکر کردم به شما نشون بدم، اجازه بدید اینا رو پاک کنم. و دیدید که یه سری عکس از عکسای خصوصی که میگفتن از تلفن همسر رضا پهلوی به اصطلاح هک شده، در همین رابطه شوخی های زیادی شد، ولی این آقای تهمورس زمانیان خیلی کاراش بامزه است. خانبالا اگه اشتباه نکنم درست میگم، خانبالا اومده این عکس رو ساخته و میبینید که فرح پهلوی و اینا، بعد این سه تا دخترش و این زنه رو هم کرده رضا پهلوی. این تابلو ها میبینید اینجاست دوستان، من به شما قول میدم برای یکی از اینا یک پنی خرج نکردن، همه مجانی، همه تقدیمی و به دستشون رسیده. در صورت اینم یه فتوشاپ قشنگ آقای زمانیان، برید وبسایتش رو هم، برید فیسبوکش رو هم نگاه کنید، چیزایی که می‌نویسه خیلی جالبه. و اینایی که هی میگن این خصوصیه خصوصیه، دوستان وقتی کسی میاد توی این کارهای رادیو تلویزیون، کارهای سیاسی فلان اینها، چیزی به نام خصوصی دیگه نداریم، همه چیز میشه پابلیک. اجازه بدید من این صفحه رو یکم کوچیک کنم به اندازه‌ای که 93%. خب این چرا اینجوریه؟ بله اینم آقای شازده
میگن، حالا من نمیدونم این فکر کنم درست کردن، چون چند روز گذشته میگن آقای شازده خیلی تحت فشار بوده از طرف هوادارای خودش، چون احمق هستن و هی به این میگن تو بیا باش شاه و بیا باش شاه و اینا. این گفته من برای همیشه از صحنه سیاست کنار میروم. فکر نمی کنم درست باشه، شما چی فکر میکنید؟ ولی میدونید بالاش نوشته ایران اینترنشنال، چیزای دروغ رو معمولا یه آرمی میذارن روش که به اصطلاح اونجوری بگن درسته. و این اولین کسی که این کار انجام داد یه نفر در ارتش هیتلر بود که باعث تبلیغات و اینها شد، و یه آدمی بود که به خاطر جثش و پاش لنگ بود و اینا راش ندادن، اون اومد یاد هیتلر و اون سیستمش داد که چجوری تبلیغ کنین، چجوری به مردم دروغ بگید که قبول کنن، دروغ هرچی بزرگتر بگید اونا بیشتر قبول میکنن و الی آخر. و خلاصه اینم ممکنه از همون دروغا باشه، ولی خیلی جالبه. چند روز پیش این آقای کنگرلو که اونم یکی از احمقای هست که اسم پروفسور رو یدک میکشه، و آمده بود در یه برنامه ای میگفت که آقای سیستانی یا آیت الله سیستانی با رضا پهلوی تماس گرفته و آقای مجتبی واحدی که خودش یه نیمچه بچه آخوند هست و دستیار نزدیک کروبی بوده و اینها، این میگه آقا کجا نوشته؟ گفت تو سایت رضا پهلوی. گفت من الان نگاه میکنم. بعد گفت نه شاد من نباید میگفتم، خصوصی نوشتن. نگاه کنید دوستان، نوشته خبر داغ کی کوچه، گفت شاهزاده رضا پهلوی با ایتال سیستان درباره آینده ایران. ولی الان ببینم، من نمیدونم چه این عکسه، میخواستم بدونی که صفحه عوض کنم عکس رو به شما نشون بدم، یک ثانیه ای میپره. اوکی بیام اینجا، خودش نوشته بود که این دروغ، وبسایتش یا صفحه رضا پهلوی اعلام کرده که هیچ تماسی با آیت الله سیستانی گرفته نشده. من نوشتم شازده کوچولو، میدونی که یک کتاب داستان آقای سهراب اخوان هم ترجمهش کرده بود، گفتن که یه جایی من دعوت کردن برم برای اجرای برنامه، بعد گفتم شما از کجا منو پیدا کردین؟ گفتن دو سه نفر بودن، یکی از اونا سهراب اخوان بوده، ولی اون چون مرده بوده تو را. گفتم یعنی اگه اون زنده بود منو استخدام نمی کردی، اون استخدام می کرد. سهراب اخوان آدم خوبی بود، برنامه هم خوب اجرا می کرد، ولی اونم فکر می کرد که در دنیا باز شده و فقط این افتاده پایین. این متاسفانه اشکال بزرگیه که همه ما ایرانیا داریم. بذارید من ببینم چجوری من میتونم این عکس ها رو بذارم روی یک. اولا این عکس طرفداران آقا رضا پهلوی تو فرانکفورت. البته بهتون بگم اونایی هم که میخوان نشون بدن که ایشون کم طرفدار داره شیطنت میکنن، مثلا قبل از شروع برنامه عکس میگیرن یا وقتی مردم دارن میرن خونه. این میبینی عکسای بزرگ، نگاه کنید اینجا فرح و نمیدونم این و دخترش و فلان اینا، و این 7-8 نفری که اینجا هستن اینا هم که مامورن دارن راه میرن، کار مال ساختمون و پلیس و اینا هستن، ولی اینا هستن. حالا ای کاش ویدیویی بود. ویدیو تو شما خیلی دروغ نمیتونید بسازید، چون ویدیو رو میتونی پخش کنی، بعد حتی اگر ازش زده باشن شما میفهمید. در اصل دارم دنبال اون برنامه میگردم که نشون میده این آقای رضا پهلوی گفته که از دفتر آیت الله سیستانی و اینا. این بازی وکیل، وکیل بازی هم به نظر من این باز به وسیله آخوندا بازی خورد شاه، این رضا پهلوی. و اگه نگاه کنید درست از روزی که این گفت وکیل و وکیل بازی، درست توی چیز مثل آزادی یواشکی یه سری شماره های میره بالا، ولی در حقیقت اینا آمدن اختلاف انداختن. تظاهرات الان دیگه خراب، خبری نیست تو ایران، مخصوصا از اینجا هم کمتر. و اونم دیدید مثلا دوست من نوشته من دیگه نمیرم چون اینا میان با هم دیگه فوش فضیحت میکنن. یعنی در حقیقت
اینایی که یه پارچه شده بودن و در مقابل آخوندا وایستاده بودن، باز رضا پهلوی با این کار احمقانه وکیل و وکیل بازیش اومد اینا رو گفت نه اونایی که طرفدار منن وایسن این و اونایی که اینورن وایسن اون، و این دو دستگی و چند دستگی رو ایجاد کرد. بعدم تازه وکالت برای چی؟ آقای فرامرز دادرس به درستی میگه، میگه آقا مگه تو وکیلی؟ حالا اگه میگفت زنش یاسمینه نمیدونم معتمدال چی اون وکیله، با اون میخواد یه کاری انجام بده که زنش تا چند روز پیش هنوز خود این نگفته بود من وکالت میدم، ولی خانم فرح پهلوی چون دست به دادنش خوبه، منظورم وکالته، گویا ایشون وکالت داد و گفت که اگه زنده باشم بعد میرم ایران، که یه دوست ما آقای رزجو شیرازی فکر کنم گفته بود که جوونا دارن تو ایران میمیرن، تو میگی اگه اینجوری شد و من زنده بودم میرم ایران، خب اگه میخوای بری بلند شو الان برو، اگه فکر میکنی مردم منتظر شما هستن. ایام این دهه فجر و دهه زجر رو 12 تا 20 امروز فکر کنم 18 بهمن، 3-4 روز دیگه ببینیم فراخوان رضا پهلوی چه کار میکنه، ببینیم تو ایران آخوندا بعد از این ضربه محکمی که خوردن، تبریک میگم به شروین خواننده که به خاطر برایه اون آهنگ برایه برنده شد، ولی ببینید ما چه ملت تنگ نظری هستیم. طرف اومده نوشته آقا شعارهای ما رو استفاده کردی، خب ما برنده شدیم. بابا اون که بدبخت اومد گفت ما بردیم. حالا من نمیدونم گرمی چی جایزه میده، اصلا میدونید چرا بهش میگن گرامی؟ این از گرامافون میاد. اگه نگاه کنید جایزش هم مثل یک گرامافون قدیمیه که اینجوری کوکش میکردن و میچرخیده و بلنگوش هم فیزیکیه، یعنی همون یه سوزن میاد رو این، صدای سوزنه میره دور میزنه، بعد از یک شیپور پخش میشه، به خاطر این بهش میگن گرامی. توی گرامی این برنده شد و زن جو بایدن، دکتر جل بایدن که بانوی اول آمریکاست، اومد، ولی اونم حتی نرفته بود تمرین کنه اسم اینو درست بخونه و فلان، نه حالا اب نداره، در اصل ایشون برنده شد. چه جایزه ای میدن من نمیدونم، من فکر نمیکنم اصلا جایزه نقدی چیزی داشته باشه. در اصل چه اتفاقی افتاد؟ این شروین بلا فاصله بعدی که گرفتنش رفت و با باباش آزاد شد، فکر کنم باباش بهش گفته آقا بی بریم خودتو به خاطر ایرانی ها خراب نکن، ولی اون بیچاره توماج هنوز در زندانه. از طرف دیگه من باز اینجا نوشتم، بله اجازه بدید دوستان، خیریه ایران بهتون گفتم، یه مریضی هست توی ایران به نام ای بی اگه اشتباه نکنم، اونو من تازگی شروع کردم حمایت میکنم، این خیریه ایران رو حمایت میکنم، چون باور دارم در رابطه با حمایت کردن، میدونید به همین خاطر انجمنهای مختلف خیریه درست میشه که شما به هر کدومش اطمینان دارید، دوست دارید کمک کنید. بعضی ها اجبار دارن که به شما بگن نه اینی که تو انتخاب کردی خوب نیست، اونی که من پول میدم بهشون خوبه. آقا خانم تو برو به اونا پول بده کمک کن، بذار من به اینا کمک کنم. یه داستانی هست، میگن یه نفر توی یک جمعی وایساده بود، یکی اومد بهش گفت آقا بچه من مریضه، نمیدونم داره میمیره، یک پولی من بده. یه پولی بهش داد و اینها رفتن. دو روز دیگه اون دوستش گفت اون روز بود تو پول دادی به اون طرف، گفت اصلا این بچه نداره، گفت خدا رو شکر، گفت به جایی که عصبانی بشی فوشش بدی، کلا سرت گذاشته، حالا که میگم بچه نداره ناراحت نیستی؟ گفت نه، چون میگم بچه نداشته باشه خب پس مریضم نیست. ببین اون چه نگاهی میکنه، این یکی چه نگاهی میکنه. سالها پیش اگه اشتباه نکنم این انجمنهای خیریه آمریکا، صلیب سرخ و فلان اینا، میگه انقدر خرج مدیریتش میشه که ممکنه 3% تا 7% برسه به اون آخر، ولی بذارید برسه. همون ماجرایی که میگن سربازه به رضا قلدر گفت که ما حقوق به اون نمیرسه، مردکه احمق به جایی که بیاد بررسی کنه چرا حقوق این کم میشه، گفت این برف رو بردار، حالا چه به آب و تاب هم این طرفدارانش تعریف میکنن، این یخ رو برد یا اینقدر برف برداشت به دست نفر اولی، بعد به دست نفر دوم، وقتی رسید دست آخر گفت کوچولو شو، گفت حالا فهمید چرا به تو کم میرسه، اینو داشته باشی. حالا شهریار شفیق که باباش عرب مصری بود، بچه اشرف پهلوی که یک سال بعد از انقلاب کشته شد و کسی بود که شاه نگران بود که این ممکنه دنبال پادشاهی باشه، به همین خاطر حتی درجه نیرو دریاییش هم با اکراه بهش داد،
این یه جایی سیل میاد، وقتی میره اونجا میگن آقا ما 5 تا کامیون که میفرستیم، 2 تاش میرسه به دست اینا، 3 تاش تو خیابون به اصطلاح فروخته میشه. میاد فرمانده اونجا رو میاره میگه چرا اینجوریه، طرف میگه خب ما اینا رو خالی میکنیم تو انبار بعد پخش میکنیم. حالا اونم از اون بره، اونم مشنگ شهریار شفیق، آقای یادش بخیر، آقای شهبازی خیلی تعریف میکرد، میگو با وجودی که جوان بود ولی یه جوان مرد بود. برید بزنید شهریار شفیق، پسر اشرف پهلوی، و اصلا شفیق میدونید که اشرف پهلوی بیچاره وقتی اون فوزیه طلاق میگیره، یا ثریا نمیدونم یکی از اینا برمیگردونن ببرن، احتمالا فوزیه بوده، وقتی میبره مصر گفته خب حالا که ما اومدیم اینجا با احمد شفیق ازدواج میکنه، و یک خانواده کثافتی واقعا. هر جاش میری بوی ماهی گند میاد. خب اینو داشته باشید، الان ایام چیز هست، ایام دهه فجر و دهه زجر رو هر چی که دلتون میخواد هست. این عکسای اون موقع نوفلوشاتو یا فرانسه ای که آقای خمینی بود و اینا هست، و این عکس ایران پیما خیلی توش جالبه که از ایران رفته بودن، ولی اگه نگاه کنید این ماشین ها بیشتر معمولا پژو و اینا نمره فرانسوی، خمینی هم که با این چی بهش میگن نعلین و با این به اصطلاح چیز. و نگاه کنید که خمینی چجوری میگه ما از این اون پول گرفتیم، نگاه کنید ویدیوها رو که خمینی چگونه از زمان کندی با آمریکا در تماس بوده، نگاه کنید صحبت‌های خمینی رو بشنوید که به آمریکایی‌ها میگه ما اگه بیایم منافع شما به خطر نمیفته. و اما در رابطه با چیزای شخصی و اینها بهتون گفتم خیلی ها تا یه چی میذاری آقا این حساب شخصیشه نمیدونم فلان نداره و اینها، آمدن این رو گذاشتن که آقای احمدعلی انصاری هم یه دفعه توی برنامه ها توضیح داد که فرع پهلوی خیلی خرسواری میکرده توی کاخ، و میدونید این حتی نامزد خودش رو از فرانسه میاره اونجا با دیگران. بله بعد احمد علی مسعود انصاری به خاطر اعتقادات مذهبی که داره، و مادر این فرع پهلوی به خاطر اعتقاداتی که داشتن، احمد علی مسعود انصاری مشاور شاه و پسرخاله فرع پهلوی با اعتراف به فساد اخلاقی فرع حتی پیش از مرگ شاه اذعان کرد چندین بار خدمه و نگهبانان که با شاه از ایران خارج شده بودند به من نسبت به روابط غیر اخلاقی فرع و دوستانش اعتراض کردند. وقتی به او گفتم به من گفت که هر کس اختیار پایین تنه خودش را دارد. البته ایشون اینجا خیلی مؤدبانه نوشته، گفت که رفته به مادرش شکایت کرده، به مادر فرع، و اون خانم دیبا وقتی به فرع گفته، فرع عصبانی شده به احمدعلی مسعود انصاری، اومده گفته من اختیار میون پایمو دارم و به تو مربوط نیست، برای منم جاسوسی نکن، برای مادرم جاسوسی نکن. خب میدونید حالا به کمی هم تفریح داشته باشیم، این عکسایی که درست میکنن علامتای موجی و نمیدونم فلان برای چیزای مختلف، یه چیزی که خیلی رسمه اینه که من اینو میزنم چرا این بر میگرده، میگم دیگه تمرین نداریم، اینه که یه علامت قلب درست میکنن با دست، خیلی ها از بس درست کردن و اینا خیلی زود بلدن این علامت رو درست کنن. این آقای پیرمرد بیچاره وسط این خانم دخترها آمده علامت قلب درست کنه، به جاش علامت چیز دیگه ای درست کرده که یه کمی زننده است، ولی خب بالاخره هرچی تو فکرش بوده اومده اینجا. این از اینو، اینم پاک کنیم و برنامه من همین جوره، از هر دری سخنی، مگر اینکه یک به اصطلاح اینه آقا رضا هم پیدا شد، صل علی محمد، سفید موی کودک خوش آمد. ببینید این مال وبسایت که نه، مال صفحه فیسبوک یا توییترشه. ببینید نوشته که بله، نوشته که رضا پهلوی اد پهلوی رضا، این علامت آبی هم که میبینی اینایی که ما 8 دلار میدن وریفاید میکنن، نه اینکه اینا چون مثلا شخص
VIP هستند. شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر دیدار یا تماس با آیت‌الله سیستانی نادرست و کذب است. بار دیگر تأکید می‌کنم که اخبار صحیح، موثق و مورد تأیید را تنها از طریق حساب‌های رسمی دنبال کنید و از انتشار اخبار کذب و تأیید نشده که می‌تواند باعث سردرگمی و ایجاد حاشیه شود خودداری کنید. شما گفتی و هوادارای احمقت هم با جان دل شنیدن. حالا ببینیم باز فردا دوباره چه خبر دروغی میاد بیرون. ببینیم این چیه؟ عکس ها بله، متاسفانه در خوی میدونید که زلزله‌ای که آمده، اونم طبق معمول دولت ایران، آخوندا که ناکارآمد و عدم مدیریت و اینها، از این ورم ما ایرانی ها فقط فوش میدیم و نمیدونم توییت میزنیم و چیز نمیام یه جایی را بندازیم، کمک ها را جمع کنیم برای دیگران بفرستیم. دیروز ترکیه و سوریه بیش از 5000 نفر رسمن، ولی میگن ممکنه 13000 نفر کشته شده باشن، بیش از 20000 نفر زخمی شده باشن، فوری کمک از آمریکا. الان ترک ها اینجا به اصطلاح مراکز معین کردن از مسجد و ماسک و کنسا و اینها، و از ایران هم آخوندا که نتونستن به خوی کمک کنن، گویا دارن به سوریه کمک میکنن. حالا تا ببینیم اونجا چه میشود. اینم از این. اینم یه عکس دیگه ای که در رابطه با خانم یاسمین نمیدونم پهلویه. تو ایران معمولا زنها فامیل شوهرشون رو نمیگرفتن، ولی اینایی که اینجا ازدواج میکنن این کار معمولیه که فامیل شوهرشون رو میگیرن. حالا شما به من بگو، اول که گفتن این برادرشه، بعدن گفتن نه این مربی یوگاشه، بعدن گفتن این آقای خیلی مهربونه، با همه همین جوریه. و من نوشتم دوستان اگر یوگا تمرین میکنید ولی مربی یوگای شما اینجوری به شما قوت قلب و قوت چیزای دیگه و جای دیگه رو نمیده، کلا سرتون رفته و پول شما باطل شده. و اینم پس از زلزله خوی، رئیس هلال احمر ترکیه پیشنهاد کمک دادیم اما مقامات ایران رد کردن. حالا که خود ترکیه هم بیچاره به این مشکل برخورده. و ببینیم چی. این عکس هیتلر اینا رو بهتون نشون دادم. این عکس خیلی جالب، هر کسی نقاشی کرده میدونید میگن عکس گویاتر از 1000 کلمه هست. اینجا این هواپیمای ایر فرانس امام آمد رو میبینید که 8 تا باید 22 تا بهش آویزون میکرد، مثل اون 22 تا الله اکبری که بالا و پایین پرچم هست، تناب دار بهش آویزون هست و میبینید. خب دیدید که توی تلویزیون مثل همون مثلا ایمان فروتن نادان، مثل سعید بهبانی احمق، هی آمدن بعضیا حتی میگفت پول گاز ندین، میان قطعش میکنن، شما با یه آچار فرانسه اینو باز کنید و اینها. بعضیا میگفتن گاز و اینا رو روشن کنید، دریچه ها رو باز کنید فلان. حالا یه نفر، من نمیدونم چرا رو اسمش، بابا طرف روی توییتر یا فیسبوک نوشته در جای عمومی که دیگران ببینن این چه کار زشتیه. یکی وقتی ما یه چیز میذاریم طرف میگه با اجازه شما من این را برای دیگران شیر کردم، ما اینو گذاشتیم که شما برای دیگران شیر کنید. دوستان همین الان این برنامه یوتیوب یا ویدیوی من را هر جا که میبینید، چه یوتیوب چه فیسبوک چه لینکدین چه بالاترین، برای دیگران لطف کنید بفرستید. میتونید بنویسید که ارسال این ویدیو تایید یا تکذیب گفته‌های گوینده نیست، که اینجوری کسی هم بهتون فوش نده. در اصل نوشته بی شرف هایی که میگفتید گاز رو تا میتونید مصرف کنید کار رژیم تمومه، من گاز رو، بخاری ها رو و کلیه وسایل گازی رو 24 ساعته روشن نگاه داشتم و پنجره رو هم باز گذاشتم. بی پدرها الان قبض اومده برام 5 میلیون تومان، نه رژیم عوض شد نه قیام ادامه داشت، فقط باید 40% حقوق این ماه هم رو بدهم. ببینید دوستان، اینم از این ماجرا. خب آهان، این ویدیویه که من بهتون گفتم، بذارید ببینم صدا داره یه لحظه.
نمیدونم چرا صدا نداره، باز روشن کنم. ما والا صدا رو زدیم، حالا اینجا، حالا اینجا. بله ببخشید، بعض وقتا ما صدا رو که میذاریم یوتیوب یقا اونو میگیره. این آقا با چند تا خانم و آقای دیگه میرن چکمه های ارزون، دوستان نمیدونم چی میگن این برند و اینا، نه چکمه های ارزون، خوراک، موز اینا میبرن. یه دوستی من گفت آقا بهتر محلم نشون بدن، این مثل افغانستانه. گفتم آقا من کاری ندارم این افغانستانه یا آفریقا. بعد نشون دادن تو اینجا، میگه بابا این جاده بهشت زهراست. ای زهرا، ای فاطمه، ای زهرا، اگر واقعا هستی بزن تو کمر این آخوندا، گرچه تو ای قدرتی داشتی از زندگی خودت دفاع میکردی. این چه بهشت زهرایه، این جهنم زهراست. در صورت من به اینا کمک میکنم، با افتخار کمک میکنم. شما هم اگه دوست داشتید کمک کنید. اگه یه جایی هستید که تو آمریکا و این ورور هستید و نمیتونید با مستعینا، آخرش شماره تلفنشون گذاشته بود، اون وقتی هم که دنبالش میگشتم برای این بود که من ببینم اگر شماره رو. من با همین شماره تماس گرفتم. بله اینه، ببینید این پایین بهتون نشون بدم، یک لحظه. با همین شماره تماس گرفتم، اونها برام از طریق واتساپ پیغام گذاشتن، خیلی به نظر میرسه کارشون مرتبه، آدرس دادن، میگه اگه خودتون میتونید خودتون ببینید شهره میدان مدار فلان، بعد اینجا نوشته بود اگر شهر دیگه ای هستین یا فرصت ندارین اما میخواین بسته هاتون رو بفرستید میتونید به آدرس فلان. بعدم آخرش نوشته خیریه ایرانیان. دوستان این 0912 ایریا کد تلفن‌های دستی تهرانه، صفرشو باید وردارید، یه 98 کد کشور ایران رو بذارید جلوش. اگر با واتساپ هستید یه علامت مساوی هم، یه علامت به علاوه هم بذارید، اونجوری کارتون درست میشه. من نمیدونم چقدر این چیز تأخیر داره، من اینو ببندم یوتیوب، ولی در هر صورت این ماجرا این بود و من اینقدر چیزای ناگفته دارم. خب ماجرای رضا شاه و خواهرش، به این دوستمون گفتم من اسم شما رو نمیگم، ولی دوستان برید ببینید چه مزخرفاتی این دوستان بین خودشون پخش میکنن و به چه چیزایی افتخار میکنن که هر کدومشو برای یه نفر که اینقدر عقل مثل من، مغز فندقی داشته باشه بگی، شما فوری متوجه میشی. مثلا نوشته این دوست، این بانوی عزیز اینجاست که میگه رضا شاه خواهرش ازش گلیگی کرد، نمیای دیدن من و فلان و اینا، و رفت دیدنشو. بعد به رضا شاه به خواهرش گفت حالا چی میخوای؟ گفت من چیزی برای خودم نمیخوام، مدرسه میخوام برای فلان. گفت آفرین، فهمیدم که تو خواهر رضا شاه هستی. یعنی تا اینجا رضا شاه به باباش و مامانش شک داشته، به مادرش شک داشته، فکر کرده مامانش میره در، این خواهرش خواهرش نیست. فهمیدم که تو خواهرش هستی، خواهر رضا شاه هستی. و چی میخوای؟ مدرسه میخوام. یعنی از همون زمان رضا قلدر ما مدرسه کم داشتیم و مدرسه است که آینده رو میسازه. اون وقت به چه چیزایی اینا افتخار میکنه. من اگه نوشته رو بتونم پیدا کنم، فکر کنم توی واتساپ بود. واتساپ رو وقتی من روی کامپیوترم باز میکنم میگه حالا نمیدونم این عکسو get started، welcome to فلان، اوکی. بعد باید عکسشو با تلفنم بگیرم، به تلفنم برم بگم این اوکیه. من نمیدونم اینایی که این کارا رو انجام میدن اینا کیان. خب نوشته حالا تو تلفنت برو بگو که بله ستاپ نمیدونم فلان، شدپ فلان. بله میگی ستاپ، میای اینجا، این چرخ دنده رو اونا میگن همبرگر. خیلی ها میای میزنی لینک دیوایس، بعد اینو که میزنی از رو صفحه این عکس رو میگیری، این میفهمه که تو اون هستی، این تو هست، بهت میذاره که یوتیوب واتساپت بیاد رو کامپیوتر. عجب مسخره ای، واقعا عجب مردم رو سر کار گذاشتن. بذارید من براتون این نوشته رو بدون کم و کاست بخونم تا
به اصطلاح حقی هم. اولا اون عکس خمینی رو که نشون دادم، میدونید که خمینی وقتی 12 بهمن اومد، یه نفر میگفتن خلبان هواپیماست، اولی هم که هواپیمای معطل بود و اینا گفتن خدمه میخوان حاضر بشن، بعد که اومد طرف گفت نه آقا این خدمه هواپیماست، خلبان نیست، بعدا حالا معلوم شده طرف جاسوسه، اصلا هیچ کاری با ایرفرنس نداره، پلیسه. این مرد جرار که بعد اسمش کرده رضا مسلمون شده، بعدم تو ایران چه دلال بازی هایی در آورده، بعدم دهنش سرویس شده، برید فیلمش هست اگه نتونستید پیداش کنید، تلویزیون مردم رو حمایت کنید، من براتون لینکش رو بفرستم. خلاصه ببینید من براتون اینا رو بخونم، این دوست ما نوشته هایی رو که امروز روز تبعید رضا شاه بزرگ است، در حد امکان به خاطر خدمات ایشان به ایران میگم. آقا خانم روزی که رضا شاه رفت یک نفر، آقای آریانپور بیچاره میگفت که بنده خدا میگو یه نفر نیمد جلو ماشینش بخوابه بگی باید از رومن رد بشی، اصلا مثل که از تهران اصفهان، از اصفهان بندر عباس سوار کشتیش کردن گفتن برو هند، وقتی رفت دید آقا آفریقا سردربار، یه چیز اینجوری ها. هرچی رضا شاه در دی 1304 به سلطنت که رسید، مردم درازکلا در بابل، در بابل کنار به کربلایی نبات خواهر رضا شاه میگفتن دیگر برادرت رضا شاه تو را آدم حساب نمی کند. او میخندید و میگفت برادرم به اندازه قلدری قاطعیتش فامیل دوست و مهربان هم هست. چند سالی گذشت و در درازکلا و بابل شایعه شد که رضا شاه میخواد برای دیدن خواهرش کربلایی نبات به درازکلا برود. مردم باور نمی کردن تا اینکه نزد کت خدای محل رفتن و صحت و سقم خبر را جویا شدند و او گفت 3 روز دیگر رضا شاه با همراهانش قطعا به درازکلا می آیند. مردم دیگر باور کرده بودند و کت خدا دستور داد کوچه ها و خیابان ها را آب و جارو کردند. درازکلایی ها و به خصوص خویشاوندان از جمله مرحومین پدر و مادرم با دستگل از بابل تا درازکلا در دو طرف جاده به صف ایستادند. وقتی رضا شاه وارد درازکلا شد، میدونید داستانم یه آبدارش میکنن که یعنی خود ما اونجا بودیم، اصلا اینجوری مردم فلان، نه که شما باور کنی ولی گوش کن. وقتی رضا شاه وارد درازکلا شد به کربلای نبات اجازه دادن تا در آغوش برادرش رضا شاه، خواهر رضا شاه میخواد بیاد برادرش، باید اجازه بگیره بیاد در آغوش برادرش و داخل خانه کوچک و کاگلی خواهرش شد. مردم از خوشحالی سر از پا نمیشناختن و ولیعت محمد رضا نیز دست عمه جان خود را بوسید. کربلایی نبات خانم نان محلی و چای و شیر جلوی برادر رید مور بازش کنم میره. بله خلاصه چای و نان محلی و شیر جلوی برادر و مهمانانش گذاشت. 2 دقیقه‌ای که گذشت کربلای نبات رو به رضا شاه کرد و گفت بفرمایید میل کنید، به خدا تمیز است. رضا شاه رو به خواهرش کرد و گفت دستپخت خواهرم عالی است، همه تناول کنند و جام نوشیدند و خوردند و رضا شاه از سلیقه خواهرش تحسین کرد و گفت خواهر جان بیا کنارم بنشین تو را ببینم، و نشست و گفت و چرا این همه زحمت کشید. خواهرش گفت وظیفه من بود که به دیدار شاهنشاه بیایم. حالا داره میگه شاه رفته خونه اون. بلافاصله جواب داد اگر یک شاه خواهرش را از یاد ببرند، ملت را هم به راحتی فراموش کند و همه به احترام این گفته رضا شاه دست زدن. رضا شاه اگه فوش خوار مادرم اونجا میداد، اون احمقا دست میزدن، اینو یادتون باشه. و بعد رو به خواهرش کرد و گفت چیزی نیاز نداری؟ کربلایی نبات گفت برای خودم نه، ولی محل امنیت ندارد. بین شما میگین همه جا امنیت بود، خواهر رضا شاه به رضا شاه میگه محل امنیت ندارد. اوکی. پاسگاه نیاز داریم، امکانات بهداشتی، درمانگاه، بیمارستان میخواییم و خواسته بعدی مردم مدرسه است. اگه مدرسه داشته باشیم همه چیز داریم. رضا شاه حرف خواهرش را قطع کرد و گفت الحق که تو خواهر رضا شاهی که به جای این که به خودت فکر کنی در اندیشه کمک به مردم هستی. ببینید این آدما به دروغ دارن به همه میگن که از دوره‌ای که رضا شاه اومد اونجا مثل این جینی بود، چشماشو میزد همه جا سبز میشد و فلان شد گلستان. بعد شروع میکنن به محمد رضا که میرسه میگن مملکت ویرانه بود، بعد از جنگ بود، دوباره این اینجوری دوباره کردش گلستان. نمیان بگن که با حماقتش چگونه به جای اینکه هر یه سالی بره یاسوج
بره نمیدونم سنندج، بره اینجا اسکی، بره اونجا اسکی، تا دوربری های احمقش هم چشم همچشی برن اونجاها ملک بخرن، خونه بسازن، ویلا بسازن. حالا همینا افتخار میکنن که شاه رفته توی کافه‌ای توی کشور دیگه، اون کشور عکس شاه رو گذاشته اونجا، تا امروز هم باقی است، هنوز احمقا میرن اونجا چون شاه اونجا بوده میشینن کافه گلاسه میخورن. ما با این ملت هستیم. اون دوستی که برای من هر روز زنگ میزد که آقا بیا بریم راه پیمایی، گفتم شما برو روزی که فهمیدی من چرا نمیام برای من نامه بنویس، و ممنونم که یا امروز بود یا دیروز صبح برام نامه نوشت. دوستان اگه طرفدار پادشاهی هستین، این کارای شما ضربه میزنه، این کارای شما باعث میشه که من وقتم رو بذارم حقیقت رو بگم. شما با تحریف تاریخ، با بیان دروغ تاریخ، ما رو مجبور میکنید بریم صفحه تاریخ رو ورق بزنیم، چراغ قوه هم بندازیم روش، روشن کنیم، نشون مردم بدیم. نکنید این کارو. دیگه خود رضا پهلوی میگه نکنید این کارو. به خاطر احترام به پرچم، به خاطر نمیدونم این روزا میگن سامانه پادشاهی، نکنید این کارو. این کارو کردید شما. 57 سال به مردم فحش دادید. 57 سال از شاه گرفته گفت مردم نمیفهمن، شعور ندارن. خود شما گفتید یه عده احمق حکومت چیز کردن، انقلاب کردن. میگم این یه عده احمق زیر دست دو تا پادشاه پهلوی آموزش دیدن. اون وقت شما به اونا میگید احمق، ولی حالا بچه‌هایی که زیر دست آخوندا پرورش پیدا کردن، شما میگید اینا میتونن برای شما تصمیم بگیرن، برید تو خیابون. این بچه‌ها نتونستن پدر و مادرهای خودشونو با خودشون همراه کنن. به خاطر رضای خدا اگه خدا باورین، اگه نه به خاطر حق، حقانیت یکم فکر کنید چجوری یه بچه نتونسته پدر و مادرش بیاره. بعد میاد همشون اینجوری نیستن، خیلی هاشون هم آدم های خوب صادقی هستن. بعد که میان میگیرن فلان طرف، میاد میگه آقا این پدرش هم اینها هفته قبلش اومده شکایت کرده، گفته این نمیدونم یاقیه، محل نمیبنده، فلان بیسار. اینا اومدن تو خیابون، شما هم هول شدین، برو گاز رو باز کن، برو گوز رو ببند، فلان اینجور. بعد خلاصه مقایسه کنید با خواهر و همسران مدعیان ایدئولوژی محور امروز در ایران. شما فکر میکنید دوره شاه ایدئولوژی محور نبود؟ شاهی که میخواست هواپیمای 747 یا 770، فکر کنم 747 بود اون موقع بزرگترین که اینا سوار میشده، میخواست سوار بشه، ولی افتخارش این بود که ننش تاج الملوک بازوبند بسته، و یه آقای آیت اللهی هم که خدا میدونه این آیت الله مال کجا بوده، مال انگلیس بوده، مال CIA بوده، مال کجا بوده، تو باید تو گوشش دعا میخوند. شما فکر کنید این ایدئولوژی محور نبود؟ نکنید، با خودتون این کارو نکنید. در هر صورت مقایسه کنید و فلان اینها، برای اینکه محیط آموزشی و تحصیلی نظام اسلامی را ناسالم و انحرافی و نابسامان میداند، برای فرزندش مدرسه خصوصی میسازد. بله اینو شما درست میگید. تفاوت دیدگاه رضا شاه و عملکرد اقوامش را با کارگران حاکم بر ایران خانم شاه هم برای بچهش مدرسه تو کاخ درست کرد. همون رضا شاه بچه خودشو از مدرسه ایران گذاشت مدرسه لاروزن یا روزن چیه. نگید این چیزا رو وقتی که اینا دنباله حکومت سلطنتی هستن، فقط به جای تاج عمامه، به جای نمیدونم لباس و مدال، این عبا و نمیدونم ردا و عبا و اینا، هیچ فرقی نکرده سیستم. به جای 10 تا خانواده دزد و پلید الان شده 1000 فامیل، یا اگه موقع 1000 فامیل بوده الان شده 10000 فامیل، هیچ فرقی نکرده. اوکی. مدرسه و پاسگاه و جاده و مرکز بهداشت رویدوسای دراکولا که در خواست نبات خانم از رضا شاه بود، در سال 1318 خورشیدی ساخته شد. اشتباه نکنم 1299 یا 1300 رضا شاه کودتا کرد و شد شاه. 18 سال طول کشیده این مردک برای ده خودشون یه مدرسه و کلینیک و اینا نساخته. بعدم درست میگم 1320 بود که شاه اومد،
رضا شاه رو کردن بیرون. فکر کنم تاریخ حال مهم نیست، ولی نگاه کنید نبات خانم هم در دهه 40 درگذشت، خدا بیامرزش، روحش شاد و یادش همیشه گرامی باد. حتما حتما. اینم از این. و اما باز یه دو تا فیلم بهتون نشون بدم از این ماجرای خیریه ها، ولی اونم مهم نیست به نظر من دیگه، ما خیلی اصرار نمی کنیم. خودتون میتونید این ور اون ور چیز کنید، ولی اون مریضی که من گفتم اسمش پروانه است. میدونید که یه چیزی تو علم هست بهش میگن باترفلای افکت، میگن نمیدونم توی برزیل اگه یه پروانه پر بزنه این در طبیعت باعث میشه فلان جا یه موجی از چیزا. وقتی داداش من به من گفت راجع به این پروانه، من گفتم پروانه چیه؟ گفت حالا برات عکساشو میفرستم، نمیدونم شما تحملشو دارید نگاه کنید عکسارو. این بچه ها پوست بدنشون کنده میشه، یعنی من یاد اون جزام و اینا افتادم. و اگر شما به خدا باور دارید، باز یه بار دیگه به خودتون مراجعه کنید، بگید که چرا مراجعه، یعنی رجوع کردن، یعنی برگشتن. ها دیگه به خودتون بگید یعنی چی؟ خدا یه بچه ای رو تنبیه میکنه که این بچه چه درسی بگیره، پدر مادر این بچه چه درسی بگیره، این مزخرفات چیه. ولی یه نوشته ای دارم راجع به خدا و پیر پیغمبر اینا، ببینم میتونم پیداش کنم اینجا. بله اینه، خیلی قشنگ نوشته، یه متن زیبا و قشنگ برای آنانی که من کوچکترش کنم. یه متن زیبا و قشنگ برای آنانی که اهل خرد و عقل و منطقن. من اینو اینجوریش کنم میتونه بزرگتر. من نمیفهمم این واقعا چرا هی میپره از روی صفر. اوکی. این capture select area، از اینجا میام تا اینجا، اون سفیده بالا، فکر کنم بزرگتر شد. حالا قبول کنید که من دارم درست میخونم. کدامین خداوند آفریده خودش را به قطع میرساند؟ کدامین خداوند نعمتهای خودش را حرام میکند؟ کدامین خداوند چند دین را با محتوایی که در یکی حرام و در دیگری حلال میفرستد تا بشر را مشوش کند؟ کدامین خداوند یک شیطان را برای فریب انسان خلق می کند و 124 هزار پیغمبر را می فرستد تا انسان فریب خورده را نجات دهد؟ اینها زاییده ذهن خلاق موجودی است به نام انسان. وگرنه خداوند وقتی واقعی کارش به نظام، به نظم در آوردن جهان است و بس. ای بشر دنبال شیطان و فرشته نگرد، چون جفتش درون توست. به هر کدام خوراک دهی و توجه کنی او درون تو رشد می کند. بخوان که جز در سایه علم هیچ چیز بر تو آشکار نخواهد شد. از عقلت استفاده کن و آن را به کار بگیر تا با خردمندیت جهان را آباد و خدای واقعی را بشناسی. عمرت به زودی پایان می‌یابد، قبل از آن که اجل مهلتت ندهد خدا را بشناس. خوشتون اومد؟ از اون بالا میگه کدام خدا اینجور و اونجور، بعد میگه هم شیطان تو وجودتونه هم خدا، حالا تو برو خدا رو بشناس. اینم از اونایی که چی میگفتن وقتا، میگفتن سرکاری بود. خب اینم دیدیم، اون خیریه رو هم دیدیم، این جهل رو هم بخونیم. این برای اینایی که هی برای من میگن آقا شما چرا نمیای رأی بدی به این آقا رضا؟ میگم رأی بدم که چی؟ میگن نه وکالت بده. میگم وکالت بدم که برای من چه کار کنه؟ این مثل خر تو زندگی خودش به گل مانده. در مملکتی که جهل جای علم، زور جای حق و اوهام جای حقایق را گرفته است، سلطنت موهبتی است الهی. علی اکبر ده خدا. این که شاه و اطرافیانش میگفتن سلطنت موهبتی است الهی، به این وسیله این بیچارهایی رو که یکم به دین و مذهب باور داشتن اینجوری میپیچوندنشون.
اینم از این ماجرای چیز. من یه روزی باید یه جوری این عکس‌ها رو درست کنم. میدونم الان شما میگید برو بابا همیشه همینو میگی، باز دفعه دیگه این کار انجام نمیدی. خری را گفتن حالت چون است، گفت خوراکم کم و کارم بسیار است، ولی فرمان بردار و شاکرم. گفتن به راستی که خری، این حقیقتا داستان من و برنامه های 25 سال گذشته من هم بود، چون ما می اومدیم بدون هیچ چشم داشتی، از اون ور تازه حالا نمیدونم حرف و صحبت و تهمت و اینها رو هم باید تحمل می کردیم، ولی حالا به این نتیجه رسیدیم که اگر کسی خواست و حمایت کرد ما هم در خدمت شما هستیم، اگر هم نه شما رو به خیر و ما رو به چی میگم اینجا بفهم. من قشنگ می نویسم خاموش می پره روشن میشه. همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستیم آقای کسی باشیم. میگه همانطور که مایل نیستیم، من چرا جمع بسه، همانطور که مایل نیستیم بنده کسی باشیم، حاضر نیستیم آقای کسی باشیم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند خود لیاقت آزادی را ندارند. اینم ابراهام لینکلن. اگه من روزی که آمدم آمریکا داداشان بهم گفته بودن وقتی سیتیزن میشی میتونی اسم جدید برای خودت انتخاب کنی، میذاشتم ابراهام لینکلن یا میذاشتم جورج واشنگتن. به دو دلیل. جورج واشنگتن خیلی از ماها فکر میکنیم اولین رئیس جمهور آمریکا بوده، نه خیر، برید بخونید نمیدونم نهمین یا سیزدهمینه، ولی اون موقعی بوده که دوران گذار بوده و اینها، و بعد به خاطر اینکه تو جنگ و انقلاب چیز کرده اونا بهش میگن بیا پادشاه بشو، میگه من این همه جنگیدم اول آقا که پادشاهی رو از اینجا بیرون کنم، شما من میگین پادشاه بشو، میاد میشه رئیس جمهور. ابراهام لینکلن هم که اون حرکتی که انجام داد و برده ها رو آزاد کرد و به خاطر همین هم کشته شد. خب حالا از اون نوشته های این دوست ما خیلی فکر نکنه فقط ایشون هست که گول میخوره و نامه های جعلی رو اینا رو میفرسه این ور و ور. یه دوست دیگه ای دارم روانشناسه تو ایران، یه دوباره من ازش کمک خواستم به دیگران کمک کنه، کمک کرد. حتی یه خانمی در مرحله به اصطلاح ناامیدی و خودکشی و اینها بود و این دوستان کمک کردن 3-4 نفر و ما هم از اینجا بالاخره این یک کمی چیز شده. ولی دیدم باز دوباره نوشته بود خودکشی یک انتخاب است. من نوشتم بله، انتخاب آدمای ترسو و بازنده. این نامه رو فرستاده بودن، بالاش عکس اون شیر خورشیده که مال اداره فرهنگ ایران بوده، خطی زدن، ولی طرف نوشته بود که ببینید در دوره شاه مردم چقدر امین بودن. تاریخش سال 1141، یعنی 16 سال قبل از انقلاب. اون بالا نوشته وزارت فرهنگ، اداره فرهنگ شهرستان کوهکیلویه، و این نامه اینجوری باید من بفهمم که اینو یک معلم نوشته. نوشته اداره محترم فرهنگ شهرستان کوهکیلویه، با کمال ادب چون روز چهارشنبه 15 اسفند، به همین 15 اسفند و اون بالا هم 18 اسفند و اینا هم دقت کن، چون روز 15 اسفند به علت کسالت شدید و نداشتن دسترسی به پزشک نتوانستم تدریس کنم و کلاس به وسیله خود دانش آموزان اداره شد و فرصت معرفی جانشین واجد شرایط را نداشتم، آن اداره حق دارد حقوق یک روز این جانب را از حقوق ماهیانه کسر نماید. مدیر و نمیدونم مدیر و آموزگار فلان، جناب فلان و فلان امضا. دوستان نگاه کنید، من معلمم، یه روز نرفتم سر کار، ولی انقدر آدم خوبی هم میام نامه می‌نویسم. من نامه چی لدر هده چیزی که ندارم،
من باید یه نامه خودم نوشته باشم، میدم به مدیر مدرسه، مدیر مدرسه میده به اداره آموزش پرورش. مثلا ما تو شیراز اون موقع دو تا بود، دو تا ناحیه، بعدا شنیدم شده 4 تا ناحیه، ناحیه 1، 2، 3، 4، که من دبیر ناحیه 2 بودم. ببینید این کارای ایناست که ضربه میزنه. من گفتم شما اگه می نوشتی این معلمه مریض بوده، یه روز نرفته سر کار، ولی اداره مجبورش کرده بیاد این نامه رو بنویسه که اون یه روز حقوق ازش کم کنن، این قابل قبول تر. حالا تازه معلمان چند حقوق می گرفتن دوستان؟ 16 سال قبل از انقلاب. من تازه موقعی که انقلاب شده بود تا 5 سال بعدش دبیر هنرستان بودم، کلاس 12 درس میدادم، با اضافه کار نمیشد 4000 خورده تومن، به قول ایرانی خالصش میشد 3000 تومن، چون از منی که زن و بچه داشتم بیشتر پول بیمه کم میکردن تا از دوستم آقای بهروز قاسم ساده که زن نداشت. حالا 16 سال پیش از اون موقعی بوده که نفتم ارزون بود، بشکه 2 دلار بوده، معلم تو شهرستان که کیلویی چند میگرفته؟ مای 300 دلار، 300 تومن، مای 450 تومن، روزی 10 تومن، روزی 15 تومن. طرف مریض شده، آمدن نشوندنش اونجا، به قول ما شیرازیان نشوندنش اونجا، گفتن آقا بنویس تو ما یه روز از حقوقت کم کن. حالا اینو با آب و تاب ببینید ما چقدر امین بودیم. وقت آقای طوفانیان میبرد و میدزدید. خب اینم آقای مشیری، شنیدم آقای مشیری حالش خوب نیست، اگه کسی باهاش در تماسه سلام منو بهش برسونه. من معمولا به دوستانی که بیمارستان میرن یا بیمار هستن، چند مدت پیشم برای آقای اکبری نوشتم مزاحمشون نمیشم، حال احوال کنم، دوباره برای من توضیح بدن آقا چطور شد، اینجوری شد، نمیدونم رفتیم جراحی اینجوری چند تا بر. میگم بابا بذار استراحت کنه. چه موقعی که تو بیمارستانه از اون موقع بهتر که باید استراحت کنه، موقعی که میاد خونه، حالا خانوادهش به جایی که از اون مراقبت کنن، خوراک مخصوص برای اون درست کنن، من گردن کلفتم برم بشینم اونجا برای من چایی بیارن، شیرینی بیارن، آقا حالا خوراک گذاشتیم بمون شام و نهارم کوفت کن. توصیه من به شما جوانان ایران این است که از این آدم های یک کتابی فرار کنید. اولا آقای مشیری، بهرام مشیری، هنوز فکر میکنه که جوونا برنامه من و ایشون نگاه میکنن، ایشون از منم خیلی مسنتره. اشتباه میکنی آقای مشیری، جوونا برنامه شما رو نگاه نمی کنن. در هر صورت از این آدم های یک کتابی فرار کنید. حالا چه کپیتال مارک زیر بغلش باشه، چه قرآن زیر بغلش باشه، چه انجیل و تورات، این یک کتابی ها بیچاره کردند عالم رو. اخیرن هم می نشینند یک کتابخانه پشت سرشان می گذارند، اما این کتابخانه دکوریست در تایید اون یک کتاب. بسیار درست میگه. اگه دیده باشین اینایی که یه کتاب دارن، چه اونی که یه شنبه ها انجیل رو میگیره دستش، هر چی شما میگی میگه تو انجیل این نوشته، کلیمی میگه هر چی شما میگی تو تورات نوشته، مسلمونم میگه این یه کتاب برای همه چی بسته و جواب میده. خب بستتونه یا بازم بگین؟ حتما اینجا نوشتم حتما لایو رو چک کن. این در رابطه با دوستانی که، چون یکی از دوستان نوشته بود فکر کنم آقای ترشیزی بود، این جوان ها هستن که در ایران زندان ها را پر کردن. گفتم آقا ای کاش به من میگفتی زندان ها را پر نکردن، گورستان ها را با آخوندا پر کردن. آخه چیه اینا میرن زندان؟ الان اون مردی که میگی من میخوام عفو بدم، ما رو باید از ایشون تشکرم کنیم که عفو دادی. طرف رو اومده اعتراض کنه، اعتراض رو کشوندیم به شورش، هست فیلماش که پلیسا و مامورای لباس شخصی میزنن با باتون خونه های مردم، در پنجره ها رو میشکنن، ماشین های مردم شیشه ها رو میشکنن. اون وقت حالا میخوان بهشون عفو بدن. من سال 2005 برنامه ها، اگر کسی داشته باشه، نیست، اون موقع مهران صدری و این داور که مرد، مهران صدری هم رفت ایران، گویا گرفتن به خاطر مهریه زنش انداختنش زندان. یه دورم رو فیسبوک براش پیام فرستادم، تماس نگرفت.
ویدیوها نیست. و الا همون موقع وقتی رفسنجانی گفته بود ما اونایی رو که رفتن پناهنده شدن میبخشیم، اگه خواب گفتم تو میبخشی، ما باید تو رو ببخشیم، شما که تمرگیدین اونجا بهترین زندگی رو دارید. ولی دنیا رو ببین، همین بچه های هاشمی رفسنجانی امروز خوشحال که آقا میخواد بهشون عفو بده، فائزه رو از زندان بیاره بیرون. نمیدونید اینا چقدر خورده رو کشنن بالا. همین دوست ما آقای نیکاهنگ کوثر نیکاهنگ هم چیزی، اینم یه جورایی با اون هاشمی، بچه های هاشمی، اولا از خجالتشون نمیگن رفسنجانی، از خودشون گذاشتن هاشمی، چون هاشمی یا یه دوتا هاشمی خوب داشتیم که گویا یکیش هم تو دفتر آقای منتظری بوده، کاری هم با اینا نداره. ولی این پدر سوخته ها، از اون فائزه بگیر، از اون نمیدونم یاسر بگیر، یکش یاسر یکش یاسه فلان رسان، اینا همین چه بهتر که در زندان خود آخونده بمونن تا بپوسن. ولی امان از این زندانیایی که میرن اونجا اتصاب قضا میکن. آقا اینجا طرف میره زندان قوی میشه که دفعه دیگه اگه پلیس گرفتش یک تنه بتونه چهار نفره بزنه. آقای دکتر فرهاد میسمی، تو میری ایران تو زندان الان که چند روز دیگه آزاد میشی، یه بدن مریضی رو سوغات میاری برای پدر و مادرت و خانوادت و زنت، حالا دیگه اینا هم تا آخر اون از تو. آخه این چه فرهنگ غلطی رایج شده، به 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 اعتصاب قضا کرده. بعدم آقا حالا تو خدا بیا اعتصاب قضا تو بشکن. آقا ملت گوسپیچی هستیم. اگه دوست دارید برنامه ها اینجوری، اگه دوست دارید من تو چشمتون نگاه کنم بهتون بگم ملت گوسپیچی هستید، حمایت کنید تا من بیشتر جمع کنم از این چیزا و بیام یکی یکی براتون بگم و با هم دیگه هم بخندیم هم گریه کنیم و بگیم خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم یا از این میخندم. و اما اینم اون گوزماشین، حالا صحبت از گوز شد، دستگاه جدیدی که آقای رضا پهلوی بعد از این همه مدرسه و دانشگاه، شما میدونید مدرسه که تو ایران یه دیپلم علکی به این دادن، چون چی بود اینجا یه لحظه صبر کنید برنامه رو با این گوسپرون پهلوی به پایان برسونیم. برای خودش دنیایی داره، اینم وایساده اینجا اون ور ننشه، این ورم زنش و سه تا دختره. طرف میگو من خیلی حریفم، گفت چطور؟ گفت من یه تنه پنج نفر رو میزنم. گفت کی؟ گفت مادرم و سه تا چهار تا خواهرم رو میزنم. این رضا پهلوی هم اینجور شده. دوستان این پایی که هواست، لنگی که هواست، لنگ آقای رضا پهلویه. بعد طرف میگه این عکس ها خصوصیه. آقا کسی که پابلیکه که خصوصی نیست. آقای دادرس خیلی قشنگو گوی مردک نمیتونه یه تلفن مای $10 گرونتر بده که سکیور باشه، و میخواد مملکت ایران رو سکیور امن نگه داره. ما زیر این نوشتیم که آقای پهلوی بعد از سالها یک دستگاه گوسپرون درست کرده که گاهی از پایین گاهی از بالا هوای داغ میده بیرون و هر دوش هم ناراحت کنندن. حرف که میزنه شما به فکر فرو میرید که یک آدم چقدر میتونه احمق باشه، از اون ورم که خیره اونایی که دنبالش را میرن. خیلی ها وقتی پیله میکنن من میگم شما فعلا برو دنبال کونه رضا پهلوی، مثل گله. میدونی گله ها، نمیدونم کی نوشته اینو، که میگه اینا وقتی دارن میرن بره ها فقط کونه بره جلویشو میبینه، نمیدونه داره میره صحرا که بره چرا یا داره میره کشتارگاه، فقط حواسش به کونه اینه. شما هم که دنبال رضا پهلوی هستین حواستون به کونه اینه که این کجا میره چه کار میکنه. و هیچ، هر کی هم سوال بکنه بهش بگید مزدور، و میبینید 44 سال در جا زدید. حالا هم که میخواد غلطی بکنه میگه چی؟ میگه 22 بهمن بیاین بیرون ببینیم چی میشه. دوستان عزیز من چیزای زیادی دارم، عکس دیکتاتورم بهتون نشون دادم، رضا شاه و خواهرش رو گفتم، امیدوارم اون دوستمون از این داستان رضا شاه پند بگیره. داستانای اینجوری رو پخش نکنید، این دروغای محض رو پخش نکنید.
رضا شاه داشت میمد، نمیدونم داشت میمرد، توی کافه ماندن و فلان، اینا رو بندازین دور، بندازین سطل آشغال، خیریه ایران رو حمایت کنین، این مرض یا بیماری پروانه رو چیز داشته باشین. آقای فرهاد میسامی و اعتصاب قضا امیدوارم سر عقل بیاد، چون به نظر من این کاری که ایشون کرده بیعقلیه. دوستان چرا علی دایی مثل تختی را نیفتاد تو خیابون و اینا دلشون خوشه چون یوتیوب، چون توییتر و نمیدونم فیسبوک و اینا هست اینجوری؟ شروین حاجی پور یه بار دیگه بهش تبریک میگم، براتون گفتم چرا به این جایزه میگن گرامی، از گرامافون میاد. بعد میگه که The smile and the cry of a child doesn't have any language، میگه خنده ها و گریه های بچه ها هیچ زبانی نداره. بارها من براتون گفتم اینایی که میگن ما نژاد آریایی هستیم، اینایی که میگن ما ایرانی فلان هستیم، اینا از همه عقب افتاده ترن. بیان جلو تو بایشون ثابت کن، حتی حاضرین پول دی ان ای اینا بدیم. من بارها گفتم شما اگه داری راه میری یه بچه ای جلو شما میفته، شما دستشو برمیداری اول نمیگی هی کجایی هستی، آریایی هستی، شیرازی هستی، تهرونی هستی و آقای مانی خورسندی. من واقعا خجالت کشیدم وقتی که شما نوشتی نفاق ننداز شیرازی. منظور شما از این شیرازی توهین بود؟ شما اگه امروز به خودتون این اجازه رو میدی که به شیرازی، پارس، پارسیان، پرژن توهین کنی، فردا چگونه انتظار داری دیگران به شما توهین نکنن؟ اصلا شما اهل کجا هستید؟ ماشاءالله قیافه و قد و اینا که خودش یه کمی بله. یه معلمی داشتم آقای خورسندی ایران، اون از اون کلمیایی بود که تازه مسلمان شده بود و اون بود که باعث شد من معلم بشم در 16 سالگی در کلاس دهم و عشق معلمی رو به اصطلاح یاد بگیرم و همون جور ادامه دادم تا بعد شدم دبیر. دوستان عزیز، برنامه ما همین شکلیه، غریب آشنا نمی کنیم و اینجا نوشتم ساواک هنرمندان، چون آقای بهروز، بعد نوشتم بهروز بهنژاد، داریوش، فرزانه، منظورم بهروز وثوقی بود و نه بهروز بهنژادم با داریوش و فرزانه و اینا، چون فرزانه باباش تیمسار بود اگه اشتباه نکنم. فرزانه تاییدی همسر این آقای پرویز کاردان بود که آخرین باری که پرویز کاردان اومد اینجا با ماشین رفتیم پهلو آقای اردوان روزبه، ازش پرسیدم، گفت فرزانه تایید مریضه و بعدم که دیگه فوت شد. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. برای اینکه دنباله حکایت رو بشنوید یوتیوب رو سابسکرایب بشین، زنگوله بغلش رو بزنید، فکر کنم همونجا هم شما از طریق یوتیوب میتونید حمایت کنید و حمایت کنید اگر مایلید این گونه برنامه ها بیاد به جای دروغ هایی که هر روز تحویلتون میدن. باز هم ممنون و متشکرم. روز و روزگار بر شما خوش.